دفتر سر ویلفرد روبارتس، بفرمایید. آه، شما هستید چارلز؟ خیر، سر ویلفرد الان در دادگاه هستم. بله، پرونده ی شاتلورس. بله؟ بله، میر دادستانه و بانتر هم کار قضاوت رو به عهده داره. فکر میکنم دادگاه تا 2 ساعت دیگه رأی خودش رو صادر کنه. آه، نه نه نه، برای امروز بعد از ظهر نمیشه، چون که تموم وقتشون پره. اما برای فردا اجازه بدید؟ بله، برای فردا شاید بتونم کاری بکنم. خیر، گفتم که غیر ممکنه، چون که ما الان منتظر آقای جان میهیو هستیم. بسیار خوب، تا فردا چارلز. تا فردا، خدا حافظ. چای میل دارین آقای کارتر؟ وقت چای خوردن ندارین گرتا. اما به ساعت من که هنوز وقت هست. فکر میکنم که ساعت شما عقب باشه خانم. غیر ممکنه، چون من ساعتمو با رادیو تنظیم کردم. پس حتما ساعت رادیو هم عقب بوده. خدای من، آخه آقای کارتر، مگه ممکنه ساعت رادیو عقب بمونه؟ به نظر من که رادیو هیچ وقت اشتباه نمیکنه. ممکنه، اما بهتره که شما بدونید که ساعت من قبلا به پدرم تعلق داره، نه جلو میره و نه عقب. این روزا دیگه از اینجور ساعت ها نمی سازن خانم. خدای من، ببینم این نامه رو شما تایپ کردید، اینطور نیست؟ مثل همیشه نامهاتون پر از غلطه. ببینید، این دفعه هم یک کلمه رو جا انداختید. حواستون کجاست؟ خب آقای کارتر، هر کسی ممکنه اشتباه بکنه. تازه من فقط یک کلمه جا انداختم. تایم هیستایی نیمه. اما کلمه که شما جا انداختید کاملا مفهوم جمله رو عوض کرده. جمله منفی مثبت شده خانم. نه جدا؟ اجازه میدی؟ ممکنی؟ خدای من، آدم وقتی فکرشو میکنه خندش میگیره. اصلا خنددار نیست گرتا. بگیرید و دوباره تایپ کنید. یادتون رفته که هفته پیش درباره پرونده مشهور بریان تو آلسوال چی به شما گفتم؟ نخیر، چیزی یادم نمیاد. پرونده وصیت نامه و صندوق اماناتو میگم. همین قضایا به خاطر نسخه برداری اشتباه یک کارمند بیدقت بوده. حالا یادم اومد، همون که اشتباهاً همسرش همه پولا رو به چنگ آورده بود، نه؟ نه، یعنی منظورم اینه که بله، زن 15 سال پیش از همسرش یعنی وارث حقیقی جدا شده بود. اما اشتباه احمقانه یک کارمند در نسخه برداری باعث شد که برخلاف قصد موصی ارثیه نه به وارث حقیقی یعنی شوهر زنه، بلکه به خود زنه برسه. به هر حال کاری نمیشد کرد، چون که قانون قانونه. کاری نمیشد کرد؟
البته. اما به نظر من که این یکی احمقانه تره. اتاق کار محل خندیگن نیست گرتا. شغل وکالت یک شغل جدیه و باید اونو جدی گرفت. پس چی؟ پس آقای کارتر، اگر شما جوکایی که بعضی از قضات برای همدیگه میگم بشنوین چی میگین؟ اینجور شوخی ها فقط مخصوص خود قضاته و به من و شما هیچ ارتباطی نداره. چه حرفا؟ راستی آقای کارتر، میدونین چند وقت میشته روزنامه چی خوندم؟ چی؟ نوشته بود قانون انگلیسی مزخرفه. چی؟ بابت بفرمایید گستاخی نمی کنم. این نقل قوله. نقل قول بی جا و مسخره یه وصلا نباید اونو جدی گرفت. حالا بهتری برید به کارتون برسید. اما قبل از اون لطفاً چای درست کنید، چون که تا چند دقیقه دیگه آقای مهیو به اینجا میاد. البته منتظر آقای به نام لئونارد وول هم باید باش. وول؟ لئونارد وول؟ خدای من این اسم قبلا تو روزنامه خوندم آقای کارتر. گرتا به فکر چای باشید. آقای کارتر ازش خواسته بودم به اداره پلیس مراجعه کنه، برای اینکه چون که پلیس ها فکر میکنن اون اطلاعات خیلی خوبی راجع به یه جنایت داره. گرتا چای لطفا. میدونید آقای کارتر، اگر این جوان همونی باشه که ازش خواسته بودم به اداره پلیس بره، پس معلومه که تو جنایت یک پیرزن دست داره. گرتا همان از دست این دخترهای بی‌دقت و احساساتی، خدا عاقبت همه‌شونو به خیر. هم یک اشتباه دیگه. گرتا بازم که اشتباه کردید. آقای مهیو. عصر بخیر کارتر. عصر بخیر آقای مهیو. فکر میکنم که سر ویلفرد نباید زیاد دیر کنن. با این حال بهتره که من یک راست به اتاق تعویض جامعه قضات برم و به سر ویلفرد که احتمالاً مشغول گفتگو با عالی جناب بانتر هستند بگم که شما همراه آقای لئونارد وول. بله، بهشون میگم که شما همراه آقای وول اینجا هستید. متشکرم کارتر. راستی کارتر، درد کمرتون چطوره؟ بهتر از چند ماه پیش آقای مهیو. فقط نمیدونم چرا وقتی که باد از مشرق وزیدن میگیره دوباره دردش عود میکنه. به هر حال متشکرم که یادتون میاد. خواهش میکنم. آقای وول چرا نمیشینید؟ متشکرم آقا، ترجیح میدم بایستم. هر طور که میلتون. چای میل این آقای مهیو؟ تازه درست کردم. نه گرتا، متشکرم. ایشون چطور؟ آقای وول؟ نه متشکرم. ممنون گرتا. متشکرم.
احمقانه تر از این ممکن نیست. احساس میکنم تمام اتفاقات تو خواب دیدم و تازه دارم بیدار میشم. بله، هر کسی در وضع شما ممکنه چنین احساساتی داشته باشه. لازم نیست مرتب این جمله رو تکرار کنید آقای میهیو، چون من به اندازه کافی از وضعیت خودم خبر دارم. چیزی نیست گرتا، من مقصود بدی نداشتم آقای بول، فقط میخواستم به شما اطمینان بدم که وضعیت شما رو به خوبی درک میکنم. میدونید من تو زندگیم کار به کار کسی نداشتم. منظورم اینه که کم نبودن آدمایی که پارو دومم گذاشتن، اما من هیچ وقت نخواستم باهاشون مقابله به مثل کنم. نمیخوام بگم یه قدیسم، نه، فقط میخوام بگم هیچ وقت طرفدار خشونت نبودم. اما همه چی درست میشه مگه نه؟ تو این مملکت آدم به خاطر کاری که نکرده محکوم نمی کنن، درسته؟ خیالتون راحت باشه آقای بول، چون از نظر من نظام قضایی انگلستان بهترین نظام قضایی جهانه. نمیدونم از قضیه آدولف بک چیزی شنیدین یا نه. چند روز پیش تو روزنامه خوندم بعد از اینکه سالها تو زندان بوده تازه معلوم شده که قاتل یه آدم دیگه به اسم اسمیت بوده. اون وقت مجبور شدن بهش عفو آزادی بدن. ببینی آقای میهیو، به خاطر کاری که نکرده بهش عفو آزادی میدن. یه اصطلاح حقوقیه. اصطلاح حقوقی، ولی چون این رویه اصلا درست نیست دوست عزیز. مهم اینه که آدولف بیک رو آزاد کردن. بله، آقای بیک در این بدشانسی کلی شانس آورده. فقط فکرشو بکنید اون قاضی که به حبس ابد محکومش کرد، اگه به مرگ محکومش بکرد دیگه هیچ کاری براش نمیشد کرد. آقای پول، واقعا لازم نیست اینقدر بدبین باشید. خواهش میکنم آرامش خودتون رو حفظ بکنید. ببینید، الان سر ویفرد پیداش میشه و من از شما میخوام که داستان خودتون رو به همون شکلی که برای من گفتید برای او هم بگید. بسیار خوب. بسیار. در این حال ممکنه که در اینجا ما بیشتر وارد جزئیات بشیم. تا اونجایی که من فهمیدم شما در حال حاضر بیکار هستید، نیست؟ بله بیکارم، اما پسنداز دارم، زیاد نیست، ولی اگه شما بتونید با من... منظورم پرداخت هزینه وکالت نیست، فقط میخواستم تصویر روشنی از وضع شما داشته باشم، از شرایط زندگیتون و اینکه چه مدت بیکار بودید. خب من حدود یک ساله که بیکارم. قبلا چی کار میکردید؟ توی کارخانه اتومبیل سازی به عنوان جوشکار مشغول کار بودم. چه مدت اونجا کار میکردی؟ حدود یک سال و نیم. چرا این شغل رو ترک کردید؟ من ترک نکردم، اونو اخراجم کردن. چرا؟ خب با مدیری کارخونه حرفم شد، البته 19 نفر دیگه هم بودن. خب ما همگی اخراج شدیم، فقط به خاطر اینکه دستمزد بیشتری خواسته بودیم و نسبت به شرایط ایمنی محل کارمون شکایت داشتیم. اون موقع آقای میهیو حتی نظام غذایی کشوری که به نظر شما کارآمدترین نظام غذایی جهانه نتونست از اخراج ما جلوگیری کنه. بسیار خوب. حالا بگید ببینم، قبل از اون چی کار میکردید؟ برای یه شرکت خورده پا دستگاه همزن تخم مرغ میفروختم. از اونجا هم اخراج شدید؟ نه آقا، اون شرکت ورشکست شد. و قبل از اون؟ قبل از اون خدمت سربازی در ارتش انگلستان، البته در پایگاهی در خاک آلمان، همونجا بود که با همسرم آشنا شدم.
اون بازیگر تئاتر بود و جالبه بدونید نسبت اجدادیش حتی به گوته شاعر بزرگ آلمان میرسید. چی فکر میکنید دروغ میگن؟ من هم چی حرفی نزدم. خب ادامه بدید. ما همونجا ازدواج کردیم. بعد از پایان دوره سربازی من به انگلستان برگشتیم. میدونید اون زن صبور و با گذشتیه به خاطر من سرزمینشو حتی هنر مورد علاقه‌ش رو رها کرد و به اینجا اومد. به خاطر من. اما من هنوز نتونستم خوشبختش کنم. حالا که این افتضاح، لعنت بر من. آقای بول، خواهش میکنم احساساتتون رو کنترل کنید. ما شما رو تنها نمیذاریم، مطمئن باشید. سلام جان. سلام ویلفرد. کارتر به شما گفت که توی دادگاه بودن؟ البته ویلفرد، ایشون آقای لئونارد وول هستن. خوشبختم آقا. منم خوشبختم بول. خب چای نمیشینی؟ دو قلوان چطورن جان؟ خوبم ویلفرد. کالجو تمام کردن؟ یکی دو سالی مونده. وای خدای من، چقدر کن ذهنم جان. راستی جولی چطوره؟ اونم خوبه. که اینطور. خب امروز در دادگاه موفق بودی؟ خوشحالم که بگم بله. خوبه. همیشه از این که میر رو شکست بدی احساس رضایت میکنی، اینطور نیست؟ خب شکست هر رقیب دیگه هم در من همین احساس رو به وجود میاره جان، به ویژه میر. خب اون آدم متشخص و در عین حال آزاردهنده ایه، همیشه خون منو به جوش میاره، به خصوص وقتی که توی دادگاه خطاب به من میگه سر ویلفرد رو بارتز. البته این احساسات مشترک ویلفرد، شما هم گاهو رو آزار میدید، حتی به ندرت بهش اجازه میدید که جمله خودشو به انتها برسونه. خب بهتره بریم سر اصل موضوع. موافقم. من آقای ور رو به اینجا آوردم چون که میخواستم شما هم داستان او رو به همون طریق که برای من تعریف کرده بشنوید. ظاهراً موضوع از فوریت زیادی برخورداره. عجب. زنم فکر میکنه پلیس ممکنه منو دستگیر کنه. آخه به خاطر چی باید دستگیر بشید؟ موضوع مربوط میشه به پرونده قتل خانم امیلی فرنج. احتمالاً خبر اونو تو روزنامه ها خوندی، نیست؟ پیرزن 65 سال داشته و با سرایدار پیرش در خانه‌ای واقع در ناحیه همستید زندگی می‌کرده. شب 14 اکتبر ساعت 11 شب سرایدار به خونه برمی‌گرده و متوجه میشه که خانم امیلی فرنج به قتل رسیده. درسته؟ بله درسته. تا اینکه چند روز پیش روزنامه‌ها نوشتن پلیس می‌خواد از فردی به نام لئونارد وول که شب قتل کمی زودتر از زمان حادثه خانم فرنج رو ملاقات کرده بازجویی کنه. خب منم به اداره پلیس رفتم و اونا سوالای زیادی از من کردن. آیا به شما اخطارم کردن؟ نمیدونم، یادم نیست، ولی یادمه به هم گفتن اگه حرفی بزنم ممکنه در دادگاه علیه من استفاده کنم. فکر نمی کنم که بشه براش کاری کرد جان. من هرچی می دونستم به اونا گفتم و به نظر می اومد کاملا متقاعد شده باشن. اما وقتی به خونه رفتم و ماجرا رو برای همسرم تعریف کردم نظر دیگه ای داشت. اون گفت پلیس احتمالا فکر می کنه من این کارو کرده باشم.
به خاطر همین فکر کردم شاید بهتر باشه وکیل بگیرم. برای همین اومدم پیش شما. فکر کردم میتونین راهنمایی کنین که چیکار باید بکنم. مقتوله رو از نزدیک میشناختید آقای بول؟ بله، ما روابط خوبی با هم داشتیم. وقتی تو روزنامه خوندم اون به قتل رسیده واقعا شوکه شدم. آقای بول، بهتره برای سر ویلفره تعریف بکنید که چطور با خانم فرنچ آشنا شدید. خب آشنایی ما تو خیابون آکسفورد شروع شد. در یکی از روزهای ماه دسامبر که دنبال کار میگشتم، تو خیابون به خانمی برخوردم که بسته های زیادی دستش بود. به وسط خیابون که رسید بسته ها از دستش افتاد و اون خم شد تا بسته ها رو برداره. اما نزدیک بود یک اتوبوس زیرش بگیره که من به سرعت خودم رو بهش رسوندم، بازوش گرفتم و کشوندمش تو پیاده رو. بعدم رفتم بسته هایی که افتاده بود برداشتم و دادم بهش. و خانم فرنچ هم از شما سپاسگزاری کرد، اینطور نیست؟ بله، از من تشکر کرد و هر کدوم به راه خودمون رفتیم. تا اینکه چند روز بعد که با همسرم از کنار تئاتر رویال رد می شدیم، تصادفاً به خانم فرنچ برخوردیم. اون جلو اومد و به خاطر کمک اون روز از من و همسرم دعوت کرد یکی از شبهای هفته آینده برای شام به منزلش بریم. و شما هم رفتیم؟ خب بله، پیرزن اصرار زیادی کرد و بیادبی بود اگه دعوتش رد میکردیم. بنابراین یک هفته بعد شما به اتفاق همسرتون به منزل خانم امیلی فرنچ در ناحیه همستید رفتید، درسته؟ همینطور. بگید ببینم، تا اولین ملاقاتتون با خانم فرنچ چه چیزهایی راجع به اون فهمیدین؟ اون گفت تنها زندگی میکنه، دوستان زیادی نداره و از اینجور چیزها. اما شما به من گفتید که او با یه سرایدار پیر زندگی میکرد. بله، با یه سرایدار و 8 گربه. من توی خونه مبله خیلی قشنگ، اما خونه همیشه بوی گربه میداد. خانم فرنچ زن ثروتمند و متمولی بود آقای وول. خودش که اینطور میگفت. خودتون چطور؟ وضع مالی خودتون رو میگم. چندان تعریفی نداره. متاسفم. بله، جای تأسفم. نکنه شما مثل بعضی ها خیال میکنین من به خاطر پول این زن بهش نزدیک شده بودم؟ من نه، ولی پلیس این تو فکر میکنه. اما این حقیقت نداره. میدونید من بچه که بودم پدر مادرم رو در اثر یک سانحه از دست دادم. در واقع زندگی ما مدیون عمه پیری هستم که سرپرستی منو به عهده گرفت. به همین خاطر من از هیچ کمکی به خانم‌های مسن دریغ نمی‌کنم. خب خانم فرنچ هم زنی بی‌کس و تنهایی بود. آیا شما به طور مرتب به دیدار خانم فرنچ می‌رفتی؟ هفته یه بار و گاهی دو بار. همسرتون چطور؟ اونم میومد؟ فقط همون دفعه اول. چرا؟ اون به بوی گربه شدیداً حساسیت داشت. آیا همسرتون با رفت آمد شما به منزل خانم فرنچ مخالفتی نمی کرد؟ رومن وضعیت پیرزن رو به خوبی درک می کرد. خانم فرنچ بچه‌ای نداشت، به همین خاطر به من علاقمند شده بود.
خدای من، کی فکر میکرد این اتفاق بیفته؟ ببینید آقای وول، اگر از جانب پلیس در خصوص این قتل پرونده‌ای علیه شما تنظیم بشه، اون وقت بخشی از ادعای اونها این خواهد بود که شما صرفاً به خاطر موقعیت مالی خانم فرنج ملاقاتش میکردین. بله میدونم، اونا احتمالاً خواهند گفت من دنبال پول این پیرزن بودم. البته شاید از یک جهت واقعیت داشته باشه، اما فقط از یک جهت. خوبه، حداقل شما رک هستین، پس لطفاً کمی بیشتر توضیح بدین. گفتم که در تمام طول آشنایی با خانم فرنج من بیکار بودم. با اینکه رومن یک کار نیمه وقت توی مدرسه مخصوص بچه‌های آلمانی زبان پیدا کرده بود، با این حال درآمدش کفاف زندگی محقرانه ما رو نمی‌کرد. از طرفی خانم فرنج به گفته خودش زن ثروتمندی بود و من اعتراف بکنم امیدوار بودم بتونم مقداری پول ازش قرض بگیرم. آخه میدونید اون موقع طرح‌ها و نقشه‌هایی به ذهنم رسیده بود. چه نقشه‌هایی؟ یک قطعه برای موتور اتومبیل طراحی کرده بودم و اگه میتونستم راضیش کنم که در این زمینه سرمایه گذاری کنه خیلی خوب میشد. میدونید مطمئنن این سرمایه گذاری برای پیرزن هم سودآور بود. آیا پیش اومد که تحت این عنوان پولی از خانم فرنج دریافت کنید؟ خیر آقا، به هیچ وجه. البته بهتره بگم که هرگز فرصتش پیش نیومد. خب راجع به سرایدار اون خونه چی میدونین؟ جانت مکنزی؟ از اون پیر دخترهای وسواسی و مستبده که البته از خانم خودش خیلی خوب مواظبت میکرد. در ضمن باید بگم اصلا از من خوشش نمی آمد. چرا از شما خوشش نمی آمد؟ فکر میکنم از اینکه در امور مالی به خانم فرنج کمک میکردم ناراضی بود. عجب، پس شما در امور مالی هم به خانم فرنج کمک میکردی؟ اون نگران بعضی از سرمایه گذاریاش بود و در پر کردن فرم ها دچار مشکل میشد. در این جور موارد بهش کمک میکردم. حالا آقای وول، میخوام سوال بسیار جدی از شما بپرسم و برام خیلی مهمه که پاسخ درستی بشنوم. شما از لحاظ مالی دستتون تنگ بود و در این حال امور مالی خانم فرنج رو هم میگردوندین. آیا پیش اومد که حسابها رو به شکلی به نفع خودتون تغییر بدین؟ شما فکر میکنین که... یک لحظه صبر کنید آقای وول، اجازه بدید پیش از پاسخ شما نکته ای رو توضیح بدم. ببینید، در اینجا دو دیدگاه وجود داره. خواه شما در این باره با صداقت و پاکدامنی عمل کرده باشین و خواه نکرده باشین، فرق چندانی در ارتباط با این مسئله پیدا نمی کنه. چون که روش دفاع ما از شما در دادگاه باید بر این اساس استوار باشه که شما انگیزه‌ای برای قتل خانم فرنج نداشتین. چرا؟ چون که در کنار او از یک منبع سودآور مالی برخوردار بودین که با مرگ پیرزن اون را هم از دست میدادین. میبینین؟ هر دیدگاهی برای خودش مزایایی داره. اما من به شما اطمینان میدم آقا که در رسیدگی به امور مالی خانم فرنج هیچ خطایی از من سر نزده، باور کنید. شما خیال منو آسوده کردین و من از این که شما حاضر نیستین تا با هر شیوهی که شده خودتون رو در دادگاه تبرئه کنین شما رو تحسین میکنم آقای وول. حالا بریم سراغ روز 14. بله، روز 14 اکتبر. آیا خانم فرنج از شما خواسته بودن که به دیدارشون برین؟ نه، اون نخواسته بود. گفتم که من یک قطعه برای موتور اتومبیل طراحی کرده بودم و فکر میکردم اونم ممکنه از این طرح خوشش بیاد. بنابراین حدود ساعت 6 عصر به منزلش تلفن زدم. جانت مکنزی گوشی رو برداشت؟ خیر آقا، خود خانم فرنج این کارو کرد. چه ساعتی به منزل ایشون رسیدین؟ حدود 8 بود. اون شب استراحت جانت مکنزی بود.
بودن جانت مکنزی در خونه و در اون ساعت از شب مطلع بودی؟ بله البته، جانت هر جمعه شب به منزل یکی از دوستان قدیمش میرفت. اما اصلا این خوب نیست که شما این موضوع رو میدونید. منظورتون رو نمیفهمم. مهم نیست، لطفا ادامه بدین. گفتم که حدود 8 رسیدم اونجا. خانم فرنچ شامش خورده بود. اول یه فنجون قهوه خوردیم، بعد نیم ساعتی گپ زدیم، بعد هم حدود ساعت 9 بود من خداحافظی کردم و رفتم خونه. ولی شما به من گفتید که سرایدار مکنزی اظهار کرده که اون شب زودتر از معمول به خونه برگشته. اینو پلیس به من گفت. ظاهراً جانت برای برداشتن چیزی که فراموش کرده بود دوباره برگشته خونه و توی راه رو شنیده که کسی با خانم فرنچ حرف میزده. اما آقایون، اون آدم هر کی بوده من نبودم، باور کنید. این ادعا رو میتونی ثابت کنید آقای وول؟ البته که میتونم، چون در اون ساعت من تو خونه پیش همسرم بودم. این چیزیه که به پلیس هم گفتم. شما توی آپارتمان زندگی میکنی؟ بله، یه آپارتمان کوچیک بالای مغازه پشت ایستگاه استو. آیا اون شب موقع برگشتن به خونه کسی شما رو دیده؟ فکر نمی کنم، یادم نیست. اما اصلا چرا باید کسی دیده باشه؟ اما من امیدوارم که کسی شما رو موقع برگشتن به خونه دیده باشه آقای بول. یعنی فکر میکنید شهادت همسرم کافی نیست؟ بیا تو. چی شده گرتا؟ روزنامه از سر ویلفره. متشکرم گرتا. یه فنجون چای میل دارین سر ویلفره؟ خیر گرتا. شما چطور آقای بو؟ نه متشکرم. شما هم که خودتون قبلا گفتین چای میل ندارین، درسته؟ خب گرتا، متشکرم. بسیار خوب آقای بول. اون شب بعد از اینکه از منزل خانم فرنج خارج شدی با چه وسیله‌ای به خونه برگشتین؟ با اتوبوس یا با مترو؟ پیاده برگشتم. حدود 25 دقیقه هم طول کشید تا به خونه رسیدم. یادم شب خوبی بود، فقط کمی باد می اومد. بین راه کسی رو ندیدید که از قبل بشناسیدش؟ نه ندیدم، اما آخه چه اهمیتی داره؟ آیا شهادت همسرم رو من کافی نیست که من... ببینین آقای بول، اگر شهادت و گواهی همسر شما به وسیله مدارک دیگه‌ای مورد تایید قرار نگیره، اون وقت چندان قابل اعتماد نخواهد بود. یعنی میخواین بگین اونا ممکنه فکر کنن رومن میخواد دروغ بگه؟ موضوع اینه که در گذشته موارد شبیه به این زیاد داشتیم. ولی آخه دلیلی نداره که بخواد دروغ بگه. من باور میکنم آقای بول، من باور میکنم. ولی در این حال نباید فراموش کنید که ما اون کسانی نیستیم که شما باید قانعشون کنید. بسیار خوب، بهتره بریم سر اصل موضوع. آقای بول، آیا شما اطلاع دارید که خانم فرنج وصیت‌نامه‌ای تنظیم کرده که طبق اون تمام ثروت اون مرحومه
به شما میرسه. تمام ثروتشو برای من گذاشته؟ بله، 1,000,000 پوند. رئیس آمازی حتما دارید شوخی میکنید آقا. نه، کاملا جدی میگم آقای بول. این روزنامه عصر بگیرید، خودتون بخونید. من باورم نمیشه. یعنی شما هیچ چیز راجع به این موضوع نمیدونستی؟ مطلقاً آقا، هیچ چیز. اون هرگز در این مورد من حرفی نزده بود. من بهش احترام میذاشتم و سعی میکردم مثل یک فرزند که نسبت به مادرش احساس مسئولیت و عاطفه میکنه، نسبت به اون احساس مسئولیت و عاطفه داشته باشم. اما هیچ وقت به فکرم نمی رسید که یه روز بخواد اینجوری تلافی کنه. اصلا نمیتونم باور کنم. امیدوارم پلیس هرچی زودتر قاتلشو پیدا کنه، اونم پیرزنی که آزارش به مورچه هم نمی رسید. اما از طرفی کاش این کار رو در حق من نمی کرد، نه؟ چون اینطوری وضع من به مراتب وخیمتر از قبل میشه، اینطور نیست؟ متاسفانه همینطور آقای بود. چون که پلیس تصور میکنه شما انگیزه قوی برای قتل خانم فرنش داشتین. یعنی ممکنه بخوان منو به اتهام قتل اون بازداشت کنن، ها؟ تصور میکنم همینطور باشه آقای بول. اما شما آقایون برای تبرئه من تمام سعیتون رو خواهید کرد، اینطور نیست؟ مطمئن باشید دوست عزیز که ما هرچه در توانمون باشه برای شما انجام خواهیم داد. ببخشید سر ویلفرد. چی شده کارتر؟ دو نفر برای دیدن آقای ول به اینجا اومدن. پلیس؟ بله. جان، من میرم با اونا صحبت میکنم. حتی به خیالم هم نمیرسید یه روز به اتهام قتل یه پیرزن بیدفاع محاکمه بشم، اونم پیرزنی که بزرگترین محبت رو در حق من کرده. ببین لئونارد، ممکنه که اونها بخوان بازداشتت کنن، بهتر خونسرد باشی و همه چیزو به ما واگذار کنی. اما اونا از کجا فهمیدن که من اینجام؟ ممکنه مواظبت بودن یا تعقیبت میکردن. پس اونا 100% به من مزنونن، ها؟
متاسفم که مزاحم شدم آقا. ایشون آقای ول هستن. اسم شما لئونارد وله؟ بله. من رابرت هرن، بازرس بخش جنایی هستم و اجازه دارم شما رو به اتهام قتل امیلی فرنچ در 14 اکتبر گذشته دستگیر کنم و باید به شما اخطار کنم هر آنچه شما بگید ممکنه مکتوب بشه و به عنوان مدرک بر علیه شما در دادگاه مورد استفاده قرار بگیره. خب برای رفتن حاضرید؟ میتونم بگم نه؟ به همسرم بگین نگران نباشه. حتما این کار میکنم لئونارد. باشه، من آمادم آقای بازرس. خیلی سرد شده آقایو، خصوصا دیشب که برف خیلی سنگینی اومد. خب آقای مهیو، امیدوارم بعدا شما رو در دادگاه ببینم، همینطور شما رو سرویل فرد. ببخشید که مزاحم شدم. مطمئن باش بازرس که هیچ کس نمیتونه مزاحم ما بشه. میکنم این جوان در وضعی خرابتر از اون که فکر میکنه گیر افتاده. تو فکر میکنی کار اون باشه؟ فعلا نظر خاصی ندارم، اما باید اعتراف بکنم که تا به حال داستانی به این بیپایگی از یک متهم نشنیده بودم. خدا میدونه که چی کار میتونیم براش بکنیم. تنها مدرک مورد استناد اون همسرشه و تازه چه کسی حرف اونو باور میکنه. بعدیش اینه که زن خارجی هم هست. بله، و 9 نفر از 12 نفر اعضای هیئت منصفه معتقدن که اغلب خارجی ها دروغگو و دغل هستن. ببینم ایلفرد، نکنه میخوای پات از این ماجرا کنار بکشی؟ نه جان، نه. واقعیتش اینه که احساس میکنم ممکنه قضایا درست به همون نحوی رخ داده باشه که این جوان ادعا میکنه. میدونی؟ منم مثل این جوان در کودکی عمه پیری داشتم که نسبت به من خیلی محبت میکرد و عجیبه که شباهت زیادی هم به همسر تو داشت. همسر من؟
مطمئنم که این شباهت یه شباهت عاطفی نبود. چی شده جان؟ این روزا خیلی کم از جوری صحبت میکنید. فرید، موضوع اینه که مدتی هر دوی ما احساس میکنیم که دیگه حرفی برای گفتن نداریم. نمیدونم، شاید تنها وجود بچه هاست که باعث شده این جدایی به تأخیر بیفته. یعنی این موضوع تا این حد وخیمه جان؟ متاسفانه بله. بیا تو. چی شده گرتا؟ بخشید سر ویلفرد، خانومی اومدن اینجا و ادعا میکنن همسر آقای وال هستن. همسرش؟ خب چرا ادعا گرتا؟ حتما خودشه. بسیار خوب، راهنماییشون کن بیان تو. جان، ظاهراً همه چیز این پرونده بستگی به شهادت این زن داره. کاملا با تو موافقم. همسر آقای لئونارد وول. خانم وول، خیلی خوش آمدید. شما آقای مهیو هستید؟ بله همینطوره، و ایشون سر ویلفرد روبارتس هستن که دفاع از همسر شما رو به عهده گرفتن. خوشوقتم سر ویلفرد. منم خوشبختم خانم. آقای مهیو، من الان از دفتر شما میام. اونجا به من گفتن که شما با همسرم به اینجا اومدین. بله بله همینطوره. اما وقتی میومدم اینجا فکر میکنم لئوناردو دیدم که سوار ماشینی میشد. ظاهرا دو نفر دیگه هم با اون بودن. خانم ایوون، ممکنه لطف کنید و بنشینید؟ خواهش میکنم. بهتره بدونید که جای هیچ نگرانی نیست و شما اصلا نباید ناراحت باشید. نه من اصلا ناراحت نیستم. پس اجازه بدید به شما بگم، همونطور که خودتونم حس زدید، همسر شما چند دقیقه پیش بازداشت شد به خاطر قتل خانم امیلی فرنج؟ ظاهراً به همین اتهام، ولی بهتره بدونید که جای هیچ نگرانی نیست. چرا شما دائما به من میگید که نگران نباشم؟ چون که مسئله مهم حفظ آرامشه و اینکه شما با این مسئله برخورد معقولی داشته باشید. نه من اصلا ناراحت نیستم و حالم کاملا مساعده. بنابراین بهتره چیزی رو از من پنهان نکنین، حتی بدترین چیزها رو. عالیه، واقعا عالیه. بهترین روش برخورد با مسئله همینه. ما نمیخوایم ناامید بشیم و در این حال دنبال راه حل معقول و ساده‌ای میگردیم تا اونو نجات بدیم. خب خانم بول،
همسر شما حدود 6 هفته پیش با خانم فرنچ آشنا شدن. شما از این موضوع مطلع بودین؟ خب اون به من گفت که یک بار جون زن پیری رو وسط یه خیابون شلوغ نجات داده و بساش رو جمع جور کرده. حتما اطلاع دارین که همسرتون با خانم فرنچ رفت آمد داشتند. البته از این که همسرتون با خانم فرنچ رفت آمد و مرابده می کردن شما اعتراضی نمی کردین؟ برای چی باید اعتراض می کردم؟ بله سوال احمقانه ای بود. شما حتما به همسرتون اعتماد دارید و اونو خیلی خوب میشناسید. بله من لئوناردو خیلی خوب میشناسم. خانم بول شاید باورتون نشه که من و همکارم تا چه اندازه آرامش و شجاعت شما رو تحسین میکنیم. علاوه بر این که مسئله فداکاری شما نسبت به همسرتون فداکاری من نسبت به همسرم؟ البته. ببخشید من خارجیم و خوب به اصطلاحات زبان شما آشنا نیستم. نمیدونم شما زبان مسئله دارید در مورد آدمی که چیزی رو از خودش بگه؟ شما از خودتون میگید که من برای لئونارد فداکاری کردم، درسته؟ خب همسرتون خودش این حرفا رو به من زد. لئونارد به شما گفت که من چقدر براش فداکاری کردم؟ بله آقای وول با کلمات متأثر کننده ای از فداکاری شما صحبت کردن. اغلب فکر میکنم مردا خیلی احمقن. ببخشید متوجه نشدم. مهم نیست، لطفا ادامه بدید. اونطور که معلومه خانم فرنچ از ثروت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده و بستگان نزدیکی هم نداشته. گویا مثل بسیاری از پیرزنای غیرعادی و وسواسی دوست داشته که دائم وصیت‌نامه بنویسه. او در طول عمرش وصیت‌نامه‌های زیادی نوشته و پس از آشنایی با همسرتون وصیت‌نامه تازه‌ای نوشته که بر طبق اون تمام ثروت خودش رو برای همسر شما به ارث گذاشته. بله درسته. شما از این ماجرا اطلاع داشتید؟ خب در روزنامه هست خوندم. قبل از خوندن روزنامه چطور؟ از این موضوع با خبر نبودید؟ همسرتون؟ مگه اون چیزی به شما گفته؟ خیر، ولی خود شما چیزی در این مورد به ذهنتون نمیرسه؟ خیر آقا، ما از این موضوع هیچ اطلاعی نداشتیم. بسیار خوب، حالا بهتر بریم سراغ شب 14 اکتبر، یعنی درست 1 هفته پیش. شما بعد از ظهر اون روز رو به خاطر دارین؟ بله خیلی خوب یادمه. بعد از اون روز لئونارد وول به خانم فرنج سر زده. سرایدار منزل جنت مکنزی بیرون از خونه بوده. آقای وول با خانم فرنج قهوه‌ای میخورن و نیم ساعتی با هم حرف میزنن و سرانجام حدود ساعت 9 منزل ایشون رو ترک میکنه. پیاده به خونه برمیگرده و در حدود ساعت 9:25 به خونه میرسه. بله حدود ساعت 9:25 رسید. با این حال سرایدار خانم فرنچ ساعت 9:30 به منزل برمیگرده تا چیزی رو که فراموش کرده بوده برداره. او هنگام عبور از جلوی اتاق خانم فرنچ متوجه میشه که مردی با او در حال گفتگو بوده. جانت مکنزی ادعا میکنه که این مرد لئونارد وول بوده و پلیس هم بر اساس همین ادعاست که اون رو دستگیر کرده. البته همسرتون برای رد این اتهام دلیل و توجیه نسبتاً محکمه پسندی داره. او ادعا میکنه که در اون ساعت از شب در خونه و پیش شما بوده.
همینطوره؟ آیا او در اون زمان پیش شما بوده؟ اینطور به شما گفت این که ساعت نانیم خونه بوده؟ یعنی واقعیت نداره خانم؟ چرا؟ چرا واقعیت داره؟ بسیار خوب، فکر میکنم که پلیس هم قبلن در این باره با شما صحبت کرده. بله، دیروز عصر به ملاقاتم اومدن. و شما در این مورد چه گفتید؟ گفتم لئونارد ساعت 9:25 به خونه اومد و دیگه بیرون رفت. خوبه، پس گفتید. درست گفتم دیگه، مگه نه خانم بول؟ منظورتون چیه؟ خب لئونارد از من خواست که اینطور بگم. اشتباه کردن؟ شما خودتون گفتین که اون در اون ساعت پیش شما بوده. من باید مطمئن میشدم آقا که اگه بگم لئونارد ساعت 9:25 تو خونه و پیش من بوده، پلیس اونو آزاد میکنه. ببینید خانم، اگر هر دو نفر شما راست بگید، پلیس مطمئنن اون رو آزاد خواهد کرد. مطمئنن؟ اما وقتی من این موضوع رو به اونا گفتم، اونا حرفای منو باور نکردن. چرا فکر میکنید که حرفای شما رو باور نکردن؟ نمیدونم، شاید حرفامو اونجور که باید میزدم نزدم. ببینید خانم، من به هیچ وجه رفتار شما رو در خصوص این مسئله درک نمیکنم. نمیفهمم. ببینم، یعنی شما متوجه نیستید که همسرتون در چه وضعیتی قرار داره؟ ببینید آقا، پیش از این به شما گفتم من فقط میخوام بدونم موضوع این پرونده تا چه اندازه برای علیه شوهر منه. من به پلیس گفتم که لئونارد ساعت 9:25 تو خونه و پیش من بوده، اما اونا حرفای منو باور نکردن. ولی خب شاید کسی باشه که اونو موقع ترک منزل خانم فرنچ یا در راه اومدن به خونه دیده باشه. همسر شما در این خصوص چیزی یادش نیست خانم. بنابراین میمونه تنها شهادت من درباره این که لئونارد در این ساعت به خصوص پیش من بوده یا نه. بله دقیقاً همینطوره خانم. خب همینو میخواستم بدونم. خانم بول، لطفاً در رفتن شتاب نکنید. در ارتباط با این پرونده مسائل زیادی وجود داره که راجع به اونها باید صحبت کرد. بله، ولی نه با من. شما چی میخواین بگین خانم؟ آیا این درسته که من باید سوگند یاد کنم که حقیقت رو بگم؟ حقیقت محض، چیزی جز حقیقت نگم؟ بله، این قسمیه که شما باید در دادگاه بخورید. و فرض کنید وقتی شما در دادگاه از من میپرسید که لئونارد بول اون شب چه ساعتی اومد به خونه خانم، من باید جواب بدم که خب چیزای زیادی میتونم بگم خانم بول. آیا شما همسرتون رو دوست داریم؟ لئونارد که اینطور فکر میکنه. لئونارد به شما ایمان داره خانم بول. بله، اما متاسفانه زیاد باهوش نیست. خانم بول، آیا شما میدونین که قانونن نمیتونین بر علیه همسرتون شهادت بدین؟ چقدر خوب. و همسرتون میتونه. لئونارد همسر من نیست آقا. چی؟ بله؟ لئونارد همسر من نیست. ما فقط در برلینای ازدواج مصلحتی کردیم. لئونارد من از منطقه روسا بیرون کشید و به این کشور آورد و خبر نداره که در حال حاضر من
من همسری در اونجا دارم. خدای من، به نظرم موضوع داره کم کم رنگ سیاسی هم به خودش میگیره. خانم بول هیلگر آقا، رومن هیلگر. بسیار خوب خانم هیلگر، اونطور که شما ادعا میکنید همسرتون شما رو از بخش روسا بیرون کشید و صحیح و سالم به این کشور آورد، بنابراین شما باید نسبت به او شاکر و سپاسگزار باشید. آیا هستید؟ دیگه از این سپاسگزاری ها خسته شدم. آیا همسرتون به شما آزاری رسونده؟ لئونارد آزار؟ اون زمینی رو که من روی اون راه میرم میپرسته. و شما؟ شما بیش از اندازه میخواید بدونید آقا. فکر میکنم باید واضح تر صحبت بکنید خانم. اظهارات شما خیلی مبهمه. لطفاً دقیقاً بگید ببینیم عصر روز 14 اکتبر چه اتفاقی افتاد. خب همونطور که توافق کردیم لئونارد ساعت 9:25 دقیقه به خونه اومد و دیگه بیرون نرفت. این توجیه کافیه مگه نه؟ توجیه؟ بله این توجیه کافیه خانم هیلگر. بله؟ شما یک زن استثنایی هستیم. ممکنه همینطور باشه. به هر حال امیدوارم رضایت شما حاصل شده باشه. بی تردید. خب به قول ما آلمانی ها آفی درزن. لعنت به من اگه راضی شده باشم. ویلفرد، تو فکر میکنی اگه او رو به جایگاه شهود دعوت بکنیم چه واکنشی نشون میده؟ فقط خدا میدونه، فقط خدا میدونه. اگر دادستان این پرونده میر باشه که کارمون ساخته است. بله اون وقت من مجبورم مثل همیشه دائم وسط حرفاش بپرم و تا میتونم اعتراض بکنم. ویلفرد میدونی چیزی که منو خیلی عصبانی میکنه اینه که لئونارد فول به فداکاری همسرش اطمینان کامل داره. بله ولی به این زن نباید اعتماد کرد. به نظر من به هیچ زنی نباید اعتماد کرد. هر زنی میتونه شوهرشو گول بزنه، حتی اگه شوهرش عاشقش باشه. فکر میکنم داری غلو میکنی جان. ولی با این حال رفتار مبهم و سؤال برانگیز این زن ممکنه گویای واقعیت دیگه‌ای هم باشه. چه واقعیتی؟ اینکه احتمالاً لئونارد بول داره به ما دروغ میگه. پس با این حساب ما داریم ریسک بزرگی میکنیم. بله ما داریم ریسک بزرگی میکنیم. من همونطور که اسکار وایلد میگه هر موفقیت بزرگی در گروه یک ریسک بزرگه.
میبینی مارتین؟ اونقدر لفتش داری تا دیر برسیم و حتی یه جایی خالی برای نشستن گیرمون نیاد. اما نه، مثل این که اون گوشه یه جایی خالی برای نشستن وجود داره. معطل چی هستی؟ را بیفت، کلاتو از سرت بردار. زندانی مورد اتهام عادلانه داوری کرده و بنابر شواهد موجود به زندانی مورد اتهام حکم واقعی بدهد. و من نیز به خداوند سوگند یاد می کنم که درباره زندانی مورد اتهام عادلانه داوری کرده و بنابر شواهد موجود به زندانی مورد اتهام حکم واقعی بدهد. زندانی قیام کند. لئونارد بول، شما با این کیفرخواست که در شب 14 اکتبر در شهر لندن خانوم امیلی جن فرنج را به قتل رسانده اید، در این دادگاه محاکمه می شوید. لئونارد وول، آیا شما خود را مجرم می دانید یا خیر؟ خیر،
اعضای محترم هیئت منصفه، زندانی لئونارد بول با این کیفرخواست که در 14 اکتبر خانوم امیلی جن فرنج را به قتل رسانده است، در این دادگاه محاکمه می شود. متهم خود را مبرا از اتهام وارد شده دانسته و اینک وظیفه شماست که با شنیدن سخنان شهود رأی دهید که آیا او مجرم است یا خیر. اجازه ی عالی جناب. آقای میر. عالی جناب. یک لحظه اجازه بدید لطفا. اعضای محترم هیئت منصفه، زمان مناسب برای اینکه من شواهدی رو برای شما جمع‌بندی کنم و از شما بخوام که طبق قانون رأی بدید وقتی است که شما حرفهای تمام شهود رو شنیده باشید. اما از اونجایی که درباره این پرونده مطالب زیادی در جراید مختلف چاپ شده، از شما میخوام که بنا به سوگندی که یک یک شما یاد کردید فقط بر طبق شواهد موجود رأی بدید. و طبق شواهد موجود یعنی چیزهایی که فقط در این دادگاه میبینید و میشنوید. بنابراین شما باید هر چیز دیگری رو که قبل از ادای سوگند و پیش از تشکیل این دادگاه و خارج از فضای این دادگاه در باره این پرونده شنیدید کاملا از ذهن خودتون پاک کنید. شما نباید به خودتون اجازه بدید که هیچ چیز دیگری ذهن شما رو بر له یا علیه زندانی تحت تأثیر قرار بده. من مطمئنم که شما وظیفه خودتون رو کاملا آگاهانه و با توجه به روشی که ذکر کردم به خوبی انجام میدید. خیلی متشکرم. خب آقای میر بفرمایید. اعضای محترم هیئت منصفه، دادستانی این پرونده بر عهده من و دوست دانشمندم آقای بارتونه و دوستان فرزانه چون سر ویلفرد روبرتس و جان بیهیو وکالت پرونده رو بر عهده دارند. در این پرونده ماجرای قتل خانم سالخوردهی بررسی میشه. حقایق و مدارک موجود کاملا روشن و واضحه و جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای رو باقی نمیگذاره. شما در این دادگاه خواهید شنید که چگونه متهم لئونارد بول با خانم امیلی فرنج آشنا شده. خانم محترم 65 ساله‌ای که با او رفتاری مادرانه، عاطفی و از روی مهربانی داشته و او چه خوب جواب این رفتار مادرانه رو داده. دکتر وایت به شما خواهد گفت که قتل در زمانی بین ساعت 9:30 تا 10 شب 14 اکتبر روی داده. شما همچنین شهادت جانت مکنزی، سرایدار وفادار و صمیمی خانم فرنج رو خواهید شنید. جمعه 14 اکتبر شب هنگام که جانت مکنزی خارج از منزل بوده، برای چند دقیقه حدود ساعت 9:25 به خونه برمیگرده. دقت کنید، ساعت 9:25، یعنی فقط چند دقیقه قبل از وقوع جنایت. جانت مکنزی با کلید خودش در رو باز میکنه و هنگامی که از جلوی اتاق نشیمن عبور میکرده صدای گفتگوی خانم فرنش و زندانی لئونارد بول رو میشنه. اما این حقیقت نداره، من اون ساعت اونجا نبودم. جانت مکنزی تعجب میکنه. چرا؟
اون تا اونجایی که او مطلع بوده خانم فرنج انتظار ملاقات آقای لئونارد بول رو در اون ساعت از شب نداشت. به هر حال خانم مکنزی کنجکاوی بیشتری نشون نمیده و دوباره از خونه بیرون میره. اما ساعت 11 که دوباره برمیگرده متاسفانه با جسد بی جان و غرق در خون خانم امیلی فرنج روبرو میشه. در حالی که اتاق به هم ریخته بوده، شیشه یکی از پنجره ها شکسته و پرده ها در اثر وزش باد به شدت تکون میخوردند. جانت مکنزی با ترس و وحشت فوراً به پلیس تلفن میکنه. تلفنی که باعث دستگیری متهم در روز 20 اکتبر میشه. از جمع‌بندی تحقیقات و مدارک به دست آمده من شخصاً به این نتیجه رسیدم که خانم امیلی فرنج بین ساعت 9:30 تا 10 شب 14 اکتبر در اثر ضربه‌ای که با یک شیء سنگین به سرش وارد شده به قتل رسیده و این ضربه رو زندانی لئونارد وول بر سر مقتول وارد کرده. حالا اگر آقای رئیس دادگاه اجازه بفرمایند نخستین شاهد رو به جایگاه شهود احضار میکنم. آقای هرن با آدرس بخش جنایی. سوگند میخورم شهادتی که میدهم عین حقیقت باشد، حقیقت محض، و جز حقیقت چیزی رو بیان نکنم. من رابرت هرن بازرس بخش جنایی نیو اسکاتلند یارد هستم. بازرس هرن، شب 14 اکتبر وقتی به شما تلفن استراری شد در حین خدمت بودید؟ بله آقا. لطفاً برای هیئت منصفه توضیح بدید که بعد از تلفن چه کردید؟ بسیار. من همراه با گروهبان راندل به خیابان اشبه گروه شماره 23 رفتیم. بعد از ورود به خونه متوجه شدیم که صاحب خانه که بعداً نام اون به عنوان خانم امیلی فرنج مشخص شد به قتل رسیده. روی صورت افتاده بود. علاوه بر این شیشه یکی از پنجره ها شکسته بود و خورده شیشه ها بیرون پنجره روی زمین ریخته شده بود. بازرس هرن، لطفاً برای ما روشن کنید تفاوت بین اینکه خورده شیشه ها بیرون ریخته شده باشه یا داخل چیه؟ خب وقتی خورده شیشه ها بیرون ریخته شده باشه این احتمال رو که ممکنه قاتل از بیرون و از پنجره وارد شده باشه از بین میبره آقا. بنابراین این کار از داخل صورت گرفته، منتها ضارب به این وسیله خواسته وانمود کنه که کسی از خارج قصد ورود داشته. اعتراض دارم حالی جناب. آقای میر کلمات مورد نظر خودشون رو در دهان شاهد میذارن، در حالی که ایشون باید دقیقاً بر طبق قوانین مربوط به شهود از شاهد پرسجو کنن. اعتراض وارده آقای میر. آقای بازرس، لطفاً به ما بگید ببینم آیا در مورد کار روی پرونده های مربوط به سرقت و دزدی شما تجربه های زیادی دارید؟ فکر میکنم بله. البته اینو میتونید از نیو اسکاتلند یارد هم پرسجو کنید. نیازی به این کار نیست آقای بازرس. با توجه به تجربیاتتون در این مورد بگید ببینم اگه شیشه پنجره ای از خارج شکسته شده باشه خورده شیشه های اون به کجا میرسه؟ قطعاً به داخل خونه آقا. آیا ممکنه خورده شیشه های پنجره‌ای که از بیرون شکسته شده با کمی فاصله همون بیرون روی زمین ریخته باشه؟ خیلی آقا. پس جواب منفیه. خب حالا اگه ممکنه به اظهارات خودتون در مورد اون شب ادامه بدید. بله. ما
بعد از رویت مقتوله بازرسی از منزل اون رو شروع کردیم. تعدادی عکس از صحنه جنایت گرفتیم و از تمام محلم انگشت‌نگاری کامل کردیم. این رو اونجا پیدا کردید؟ آثار انگشت مقتوله، جانت مکنزی خدمتکار مقتوله و اثر انگشتی که بعداً ثابت شد مربوط به آقای لئونارد وله. آیا آثار انگشت دیگه یه اونجا پیدا کردید؟ خیر. آیا شما بعداً با آقای لئونارد وله گفتگوی داشتید؟ بله آقا. جانت مکنزی آدرس اونو نداشت، اما با اعلام از طرف رادیو و روزنامه ها خود آقای لئونارد وول شخصا برای ملاقات با من به نیو اسکاتلندیارد اومدن. آقای بازرس، لطفاً بگید ببینم روز 20 اکتبر هنگام دستگیری متهم او به شما چه چیزی گفت؟ اون گفت باشه، من آمادم آقای بازرس. متشکرم. آقای بازرس، با توجه به مشاهداتتون در اونجا لطفاً بگید ببینم آیا سرقت به وسیله کسی که از خارج خونه وارد شده صورت گرفته یا خیر؟ عالی جناب، اعتراض دارم. دادستان سعی داره تا نظر شخصی شاهد رو بپرسه و این درست نیست؟ اعتراض وارده. آقای میر، سعی کنید سوالات خودتون رو با دقت بیشتری مطرح کنید. بسیار خوب عالی جناب، سوال خودم رو به شکل دیگه ای مطرح. آقای بازرس، فرضیه‌ای وجود داره بر این مبنا که قتل کار کسی بوده که با انگیزه سرقت و از طریق شکستن پنجره وارد شده. آیا چیزی در اونجا یافتید که این فرضیه رو رد کنه؟ شیشه ها آقا، شیشه ها. منظورم اینه که بیرون ریخته شدن خرد شیشه ها برخلاف این فرضیه است. کاملا درسته. خب حالا بگید ببینم آیا خانم فرنچ جواهرات گران قیمتی به گردن یا دستش آویزان کرده بود؟ اجازه بدید. بله، یک سنجاق سینه الماس، دو انگشتری الماس با ارزشی حدود 900 پوند. آیا سارق به اونها دست زده بود؟ خیر آقا. آیا اصولاً چیزی از اون خونه سرقت شده بود؟ خیر. آیا میشه کسی به خاطر سرقت به خونه ای بره و به چیزی دست نزنه؟ خیر آقا، مگه اینکه هنگام سرقت کسی از افراد خونه وارد بشه که در این صورت سارق فرار رو برقرار ترجیح بده. آیا در این مورد به خصوص کسی مزاحم سارق فرضی شده بود؟ خیر آقا. گویا شما ژاکتی رو به این دادگاه ارائه داده بودید. درست. لطفا. متشکرم. همین ژاکت بود؟ بله آقا. این ژاکت رو از کجا پیدا کردید؟ از آپارتمان متهم. ممکنه بیشتر توضیح بدید؟ بله آقا. ما پس از دستگیری متهم وقتی برای بازرسی با آپارتمان اون رفتیم این ژاکت رو پیدا کردیم. بعد من اونو با آقای کلک دادم تا در آزمایشگاه از نظر احتمال وجود خون روی اون آزمایش و بررسی بشه. متشکرم. آخرین سوال آقای بازرس، گویا شما وصیت‌نامه مرحوم خانم فرنچ رو پیدا کردید، همینطوره؟ بله آقا. تاریخ این وصیت‌نامه 8 اکتبر امساله، درسته؟ بله درسته. طبق این وصیت‌نامه به جز برخی از ماترک بقیه دارایی و ثروت مقتوله به متهم میرسه، همینطوره؟ بله آقا. ارزش خالص این ثروت چقدره؟ تا اونجایی که من یادم هست و برآورد شده چیزی حدود 1,000,000 پوند. آقا چه میلیون پوند؟
حسرت انگیز. متشکرم آقای بازرس. عالی جناب، شاهد در اختیار آقای وکیل مدافع است. سر ویلفرد، آقای بازرس، به گمانم گفتید تنها آثار انگشتی که پیدا کردید متعلق به خانم فرنج، متهم لئونارد وول و جانت مکنزی بود، درسته؟ بله همینطوره. بسیار خوب. بنابر تجاربی که شما طی سالها انجام وظیفه پیدا کردید، حتما میدونید که وقتی سارقی به زور یا پنهانی وارد خونه ای میشه، برای این که اثر انگشتی از خودش به جا نذاره دستکش به دستش میکنه، اینطور نیست؟ بله معمولا همینطوره. به این ترتیب آیا فقدان اثر انگشت در هر سرقتی باید باعث تعجب شما بشه؟ خیلی خوبه. حالا بگید ببینم، علی رغم ریختن خرد شیشه به بیرون، آیا آثار ضرباتی از خارج هم روی پنجره وجود داشته؟ بله سر ویلفرد. خب آیا این مدرک احتمال ورود شخصی از حیات خونه و از طریق پنجره به داخل اتاق رو بیان نمی کنه؟ خب قاتل میتونسته پس از ارتکاب قتل و برای رد گم کردن از اتاق خارج بشه و به حیات بره و چنین اثری رو از خودش به جا بذاره، و یا حتی ممکنه از داخل ترتیب چنین کاری رو بده. از داخل آقای بازرس؟ چطور چنین کاری انجام شده؟ در محل وقوع قتل دو پنجره وجود داره، دستگیر هر دو پنجره هم نزدیک به همه، هر کس به راحتی میتونه دستشو ببره بیرون و از بیرون به دستگیره پنجره کناری فشار بیاره. ولی گویا شب 14 اکتبر باد میوزیده، درسته؟ من دقیقاً بیاد ندارم. ولی باید حتماً بیاد داشته باشید. چند لحظه قبل جناب آقای دادستان اینطور عنوان کردن که اون شب پرده ها به شدت تکون میخوردن، حالا یادتون اومد؟ بله بله اونا تکون میخوردند. بسیار خوب. با توجه به اون که اون شب باد شدیدی میوزیده، این احتمال وجود داره که اگر سارقی از خارج وارد شده باشه و پنجره رو به داخل هل داده باشه، به دلیل وزش باد پنجره محکم به عقب برگشته و مقداری از خرد شیشه ها به بیرون ریخته باشه، اینطور نیست؟ ممکنه آقا. خوبه خوبه. متاسفانه همونطور که میدونید این روزا آمار سرقت های خشونت آمیز منجر به جنایت خیلی بالا رفته. آیا شما با این واقعیت موافق هستید آقای بازرس؟ بله آمار جنایت از حد معمول بالاتر رفته. بسیار خوب. حالا بیایید فرض بکنیم که چند تا جوون ولگرد و در این حال تازه کار جهت سرقت وارد خونه میشن. احتمالاً یکی از اونها ضربه‌ای به سر خانم فرنج وارد میکنه. اما وقتی اونا میفهمن که خانم فرنج در اثر اون ضربه مرده، هراسان و دست پاچه، بدون اینکه چیزی رو سرقت بکنن، منزل ایشون رو ترک میکنن. حتی ممکنه اونها با انگیزه سرقت پول نقد وارد شده باشن و از سرقت جواهرات به دلایل حرفه‌ای احتراز کرده باشن. خوبه خوبه. بالاخره معلوم نشد سارقین تازه کار بودند یا حرفه‌ای. سر ویلفرد عزیز، به نظر من از محالات که بازرس هرم بتونه حدس بزنه در مغز چند تا به قول شما جوون ولگرد تازه کار یا حرفه‌ای چی میگذشته؟ آقای بازرس، آیا این درسته که متهم با پای خودش پیش شما اومد و داوطلبانه اظهارات خودش رو بیان کرد؟ بله کاملا درسته. آیا هر بار که با او صحبت کردید او تأکید داشت که بیگناهه؟ بله همینطوره. بازرس هرم، میشه لطفا نگاهی به این چاقو بندازید؟ شما قبلا این چاقو رو دیدی؟ بله دیدم.
آیا این همون چاقویه که از روی میز آشپزخونه آپارتمان متهم لئونارد ول با خودتون آوردین؟ برای همینطور. آیا خود متهم نظر شما رو به این چاقو جلب کرد؟ عالی جناب، برای این که وقت دادگاه گرفته بشه باید عرض کنم همه ما میدونیم که این چاقو در تملک آقای لئونارد ول بوده و همسر متهم اونو با آقای بازرس نشون داد. ایشون درست میگن آقای بازرس؟ بله کاملا درست میگن. بسیار خوب، بسیار خوب. آقای بازرس، آیا این چاقو یک چاقوی سبزی خور کردن فرانسوی نیست؟ بله همینطوره. اگر ممکنه لطفا لبه چاقو رو با انگشتانتون لمس کنید. میکنم اگه به جای این چاقو اسلحه بود حتما از من میخواستید که اونو به طرف خودم شلیک کنم. بسیار خوب، بسیار خوب. بازرس بزلگوی ما حتما بالاخره با من موافقن که لبه و نوک این چاقو مثل لبه یک تیغ تیزه. اینطور نیست؟ بله تیزه آقا. حالا بیاین فرض بکنیم که شما با همین چاقو در حال خورد کردن گوشت هستید، یک دفعه دستتون رو میبرید. آیا ممکنه این بریدگی زخم بدی ایجاد کنه و باعث خون ریزی زیادی بشه؟ اعتراض دارم. عالی جناب، آقای وکیل دارن نظر شخصی شاهد رو میپرسند. اعتراض وارده. بسیار خوب، سوالم رو پس میگیرم آقای میر. آقای بازرس، هنگامی که از موکلم درباره آثار خون روی سراستین جاکتش پرسیدین، گویا اظهار داشته که در حال خور کردن گوشت با همین چاقو دست خودش رو بریده و ظاهراً زخم تازه خوب شده یه ناشی از همین بریدگی رو هم به شما نشون داده، درسته؟ بله کاملاً درسته. آیا همسر زندانی هم همین حرف رو به شما زد؟ بله بار اول همین گفت ولی بعداً در... لطفاً یک بله یا خیلی ساده. آیا همسر زندانی هم همین چاقو رو به شما نشون داد و به شما گفت که مچ دست همسرش هنگام خورد کردن گوشت بریده؟ بله همچی چیزی گفت. متشکرم. علی جناب من دیگه عرضی ندارم. بازرس هرم، ممکنه برای ما بگید که چه چیز اون جاکت توجه شما رو جلب کرد؟ آستینش آقا، به نظر می اومد که تازه شسته شده باشه. آیا زندانی هم زخم مچ دستش رو به شما نشون داد؟ بله آقا. آیا زندانی هم داستان زخمی شدن دستش رو همونطور که وکیل او عنوان کرد برای شما گفت؟ بله کاملا درسته. بسیار خوب آقای بازرس، بسیار خوب. فرض کنیم که زخم مچ دست زندانی با این چاقو ایجاد شده باشه. آیا مدرکی هست که ثابت کنه این زخم عمدی بوده یا غیر عمدی؟ عالی جناب، اگر دوست فرزانه و انسان دوست ما جناب آقای میر قصد دارن که خودشون به سوالات خودشون پاسخ بدن، اون وقت من دیگه تصور نمی کنم که نیازی به حضور شاهد در دادگاه باشه. بسیار خوب سر ویلفرید عزیز، سوالمو پس می گیرم. متشکرم آقای بازرس. ریاست محترم دادگاه آقای دکتر بنجامین وایت رو به جایگاه شهود دعوت میکنم. موسیقی
شهادتی که میدهم این حقیقت باشد، حقیقت محض و چیزی جز حقیقت نباشد. شما دکتر بنجامین وایت هستید؟ بله، فکر میکنم خودم باشم. آقای دکتر بنجامین وایت، آیا شما جراح پلیس بخش همستیت هستید؟ بله، هستم. لطفاً نتیجه مشاهدات و بررسی‌های خودتون رو در مورد قتل خانم امیلی فرنچ برای هیئت منصفه بیان بفرمایید. بله. من در ساعت 11:30 شب 14 اکتبر جسد زنی رو معاینه کردم که بعداً معلوم شد خانم فرنج. با بررسی از جسد مقتوله به این نتیجه رسیدم که مرگ وی ناشی از اصابت یک شیء سنگین به جمجمه بوده. من از روی حرارت بدن و سایر موارد بررسی شده ساعت وقوع قتل رو 1.5 ساعت الی 2 ساعت قبل از معاینه تشخیص دادم، که در این صورت خانم فرنج بین ساعت 9:30 الی 10 شب به قتل رسیده. آقای دکتر وایت، آیا مدرکی دال بر درگیری مهاجم با خانم فرنج اونجا وجود داشت؟ خیر، مدرکی دال بر این درگیری وجود نداره، بلکه بالعکس شواهدی در دسته که خانم فرنج کاملا بیخبر به قتل رسیده. پس میشه نتیجه گرفت که ضارب فردی آشنا بوده و خانم فرنچ او را به خوبی میشناخته، همینطوره؟ ممکنه، شاید اینطور باشه. متشکرم آقای دکتر وایت. عالی جناب، من دیگه سوالی ندارم. سیویل فرد، آقای دکتر وایت، این که خانم فرنج کاملا بی خبر به قتل رسیده آیا الزاماً به این معنیه که توسط فرد آشنایی به قتل رسیده؟ فراموش نکنید که گفتم الزاماً. البته الزاماً که خیر آقای وکیل. متشکرم آقای دکتر. حالا آقای دکتر میتونید به ما بگید که ضربه وارد اومده به کجای سر مقتول وارد شده و آیا یک ضربه بوده یا بیشتر؟ نه، فقط یک ضربه، اون هم در سمت چپ استریون پس سر. ببخشید متوجه نشدم، کجا؟ استریون یعنی محل اتصال استخوان‌های آهیانه پس سر و شقیقه. به زبان عامیانه، به زبان عامیانه چی میشه؟ پشت گوش چپ آقا. بسیار خوب آقای دکتر. آقای دکتر، آیا این احتمال وجود داره که ضارب شخص چپ دستی بوده باشه؟ ظاهراً ضربه مستقیماً از پشت سر وارد شده، چون محل کبود شده حالت عمودی داشت، بنابراین مشکل میشه تشخیص داد که ضارب چپ دست بوده یا راست دست. با توجه به محل ضربه آیا احتمال بیشتری وجود نداره که قاتل شخص چپ دستی بوده باشه؟ خب بله احتمالاً، اما ترجیح میدم بگم یک احتمال مشکوک. آقای دکتر، در هنگام وارد اومدن چنین ضربه‌ای آیا خون به دست یا بازوی ضارب میریزه یا خیر؟ بله حتماً، البته. آیا فقط روی دست و بازو؟ شاید فقط روی دست و بازو و شاید هم روی سایر جاهای بدن ضارب. آقای دکتر، برای وارد کردن چنین ضربه‌ای نیروی زیادی لازمه؟ خیر،
از محل جراحت هم کاملا مشخص بود که نیروی زیادی برای این کار لازم نیست. آقای دکتر وایت، آیا الزاماً مردی باید این ضربه رو وارد کرده باشه؟ و یا حتی یک زنم توانایی وارد کردن چون این ضربه ای رو داره؟ فرقی نمی کنه سر ویلفرد، می تونه زن باشه و خواه مرد. متشکرم دکتر وایت. آنی جناب، من دیگه سوالی ندارم. دکتر وایت، متشکرم. من خانم جانت مکنزی رو به جایگاه شهود دعوت کنید. خانم جانت مکنزی، خانم جانت مکنزی، گند میخورم شهادتی که میدهم حقیقت باشد، حقیقت محض و چیزی جز حقیقت نباشد. شما خانم جانت مکنزی هستید؟ خیر آقا. من دوشیزه جنت مکنزی هستم. آه ببخشید، دوشیزه جنت مکنزی. شما خدمتکار و دوست خانم امیلی فرنچ مرحوم بودید؟ بله، من خدمتکار ایشون بودم، اما نمیدونم منظورتون از دوست چیه. خب البته من تو خیلی از کارا کمکش میکردم. منظور منم همینه، همینه که شما رابطه صمیمانه‌ای با هم داشتید و با احترام و محبت در خدمتون مرحومه بودید. بله، من 20 سال در کنارش بودم و ازش مراقبت میکردم. اون منو میشناخت و به هم اعتماد داشت. به خاطر همین بارها اون را از انجام کارهایی که به ضررش بود منصرف کرده بودم. خانم مکنزی، ببخشید، دوشیز مکنزی، لطف کنید و حرفاتون رو خطاب به هیئت منصفه بگید. بله عالی جناب. دوشیز مکنزی، خانم فرنچ چطور آدمی بود؟ آدم خوش قلب بود آقا، یعنی بیشتر وقتا خوش قلب بود. در ضمن از این که تعریفشو بکنند خیلی لذت می برد. اولین بار متهم لئونارد بول رو در چه تاریخی و در کجا دیدید؟ به نظرم
اواخر ماه اوت بود که به منزل خانم فرنج اومد. متهم چند وقت یک بار به اونجا رفت آمد میکرد؟ اولا هفته یک بار، ولی بعد اومد و رفتش بیشتر. بسیار خوب خانم مکنزی، حالا لطف کنید و بگید که در شب 14 اکتبر چه اتفاقی افتاد. میدونید من جمعه شبها اجازه داشتم که چند ساعتی از خونه خارج بشم و معمولا میرفتم به خونه دوستم که ساکن خیابون گلنستره. از خونه تا اونجا 3 دقیقه راهه. ساعت 7:30 از خونه خارج شدم. به دوستم قول داده بودم که الگوی بافتنی مورد علاقه‌ش رو براش ببرم، ولی وقتی رسیدم اونجا دیدم که اونو فراموش کردم. بنابراین بعد از شام و حدود ساعت 9:25 دوباره به خونه برگشتم. با کلید خودم در رو باز کردم و رفتم طبقه بالا. وقتی از جلوی در اتاق نشیمن رد می شدم، صدای متهم رو شنیدم که داشت با خانم فرنج صحبت می کرد. از کجا مطمئنید که صدای متهم بود؟ من صدای اونو خوب می شناسم. اونا داشتن صحبت می کردن. من رفتم طبقه بالا، الگو رو برداشتم و یک راست اومدم پایین و از در خارج شدم تا... بسیار خوب. حالا زمان دقیق رفت آمدها رو می خوام. زمان دقیق. گفتید که ساعت 9:25 وارد خونه شدید. بله. دقیقا ساعت 9:20 از خیابون گلنستر حرکت کردم. از کجا مطمئنید که ساعت 9:20 بود؟ از اونجا که ساعت پیش بخاری خونه دوستم رو با ساعت خودم مقایسه کردم و دیدم هر دو یک زمان رو نشون میدن. و گفتید که از منزل دوستتون تا منزل خانم فرنش 3-4 راهه. به این ترتیب شما ساعت 9:25 وارد خونه شدید. بله، و کل ماجرا 10 دقیقه بیشتر طول نکشید. چند دقیقه دنبال الگو گشتم چون که نمیدونستم اونو کجا گذاشتم. بعدش به خونه دوستم برگشتم. تا 20 دقیقه به 11 اونجا بودم. بعد خداحافظی کردم و اومدم خونه. رفتم با اتاق نشیمن تا از خانم بپرسم آیا چیزی قبل از خوابیدن میخواد یا نه. اونجا با چه صحنه ای روبرو شدید؟ فرنش روی زمین افتاده بود و از سرش خون میرفت. اتاق بیرون کشیده شده بود و همه چیز به هم خورده بود. دیگه گلدونه شکستم، کف اتاق افتاده بود. شما چه کردید؟ خب به پلیس تلفن زدم که متاسفانه همیشه دیر میرسه. آیا شما بعد از دیدن جسد فکر کردید که سرقتی اتفاق افتاده؟ علی جناب اعتراض دارم. آقای داستان
دوشیزه مکنزی میتونید به این سوال جواب ندید. پس اجازه بفرمایید که از دوشیزه مکنزی سوال کنم بعد از تلفن زدن به پلیس چه کردند؟ ها؟ چه کردید؟ شروع کردم به گشتن خونه. برای چی این کار کردید؟ خب میخواستم ببینم آیا سرقتی اتفاق افتاده یا خیر. آیا سرقتی اتفاق افتاده بود؟ خیر آقا. پس سرقتی اتفاق نیفتاده بود. خب دوشیزه مکنزی، بگید ببینم متهم لئونارد بول رو تا چند اندازه میشناسید؟ خبر داشتم که بیکاره و احتیاج شدیدی هم به پول داره. آیا او هیچ وقت از خانم ترنچ تقاضای پول کرده بود؟ من در این باره اطلاعی ندارم آقا. آیا در کارهای مالی، مثلا امور مالیاتی، به خانم ترنچ کمک میکرد؟ بله کمک میکرد، البته نیازی هم به این کار نبود. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که مغز خانم فرنچ در امور مالی درست مثل یک ساعت دقیق کار میکرد. بسیار خوب دوشیزه مکنزی، حالا بگید ببینم آیا شما خبر داشتید که خانم فرنچ در مورد وصیت نامش چه ترتیبی اتخاذ کرده بود؟ اون زن ثروتمنده بود آقا، در این حال اقوام و بستگان نزدیکی هم نداشت. یادم یه وقت به من گفت این پول باید به کسی برسه که بتونه به نحو درستی ازش استفاده بکنه. یه بار تصمیم گرفت که همه پولشو در اختیار مؤسسات نگهداری کودکان بی سرپرست قرار بده. یه دفعه دیگه هم به فکر افتاد که داراییشو در اختیار خانه سالمندان بگذاره. حتی یه دفعه با خودش فکر کرده بود که پولاشو برای هشت گربهش که حالا هر کدوم چند تا توله دارن باقی بگذاره. اما همیشه قضیه یه جوری فیصله پیدا میکرد. مشاجرهی با این یا با اون پیش میومد، عصبانی وارد خونه میشد، آخرین وصیتنامه‌شو پاره میکرد و دوباره بعد از یه مدت یه وصیتنامه جدید مینوشت. آیا شما خبر داشتید که آخرین تغییرات رو در وصیتنامه‌شون چه موقع انجام دادن؟ دقیقاً که خاطرم نیست، اما گمان میکنم چند روز قبل از مرگش به این نکته اشاره کرد که میخواد یه تغییراتی در وصیتنامه بده. بسیار خوب دوشیزه مکنزی، آیا متهم لئونارد ولهم از این موضوع اطلاع داشت؟ بله فکر میکنم که اطلاع داشت. اما این درست نیست، من اصلا از این موضوع چیزی نمیدونستم. دیگه سوالی ندارم. سر فرد، دوشیزه مکنزی عزیز، تصور میکنم همه ما باید وفاداری خالصانه شما رو نسبت به خانم فرنچ تحسین کنیم. بله آقا، من واقعا به اون وفادار بودم و نفوذ زیادی هم روی او داشتید. شاید اینطور باشه. در وصیت‌نامه پیش از این یکی، منظورم وصیت‌نامه‌ایه که در بهار گذشته به وسیله مقتول تنظیم شده بود، او تقریبا تمام ثروتشو برای شما به ارث گذاشته بود. آیا شما از این موضوع مطلع بودید؟ بله خودش به من گفت که تمام این بنگاه‌های خیریه و نیکوکاری کلاه بردارند، به همین دلیل تمام ثروتمو برای تو میذارم تا هر طور که صلاح میدونی خرج کنی. از این جمله خانم فرنچ اینطور استنباط میشه که اون مرحومه ظاهراً به شما اعتماد زیادی داشته. با این حال در آخرین وصیت‌نامه‌اش
برای شما صرفاً یک مقرری سالانه به ارث گذاشته. در واقع متهم لئونارد وول وارث اصلی محسوب میشه. آیا این تصمیم جدید خانم فرنج شما رو متعجب نکرد؟ قبلاً که گفتم من از خلق و خوی متغیر خانم فرنج به خوبی خبر داشتم. به همین دلیل وقتی به من گفت که میخواد تغییراتی در وصیت‌نامه بده چندان تعجب نکردم. آیا این موضوع موجب رنجش خاطر شما نشد خانم؟ نه به اون اندازه که شما تصور میکنید. خانم فرنج صاحب قانونی ثروتش بود و این حق رو داشت که اون رو به هر کس که مایله ببخشه. بله بله همینطوره. شما عنوان کردین که خانم فرنج دوستان و آشنایان زیادی نداشت. چرا؟ به این دلیل که زیاد از خونه بیرون نمی رفت. هنگامی که موکلم لئونارد وول با خانم فرنج آشنا شدند دوستیشون باعث ناراحتی شما نشد؟ دلیلی نداشت که من ناراحت بشم آقا. هرچند فکر می کردم خانم زیاد از حد به این جوان متکیه. بنابراین زندانی نفوذ زیادی روی خانم فرنج داشت و ایشون هم متقابلا به زندانی علاقه داشت، همینطوره؟ بله همینطوره. پس اگر زندانی از خانم فرنج درخواست پول میکرد ایشون نه نمیگفت، درسته؟ من نمیدونم آقا. ولی من میدونم خانم و نظر هیئت منصفه رو به این نکته جلب میکنم که موکل من هرگز پولی از خانم فرنج دریافت نکرد. حالا بگید ببینم، هنگامی که در ساعت 6 عصر روز 14 اکتبر متهم لئونارد وول با خانم فرنج تلفنی صحبت کرد، شما صدای مکالمه خانم فرنج با متهم رو نشنیدین؟ خیر آقا، چون که در فاصله صبح تا غروب اون روز و ساعتی که من از خونه خارج شدم زنگ تلفن حتی برای یک بار هم به صدا در نیامد، چون در غیر این صورت من حتما متوجه می شدم آقا. حالا برگردیم به شب 14 اکتبر. شما گفتید که زندانی و خانم فرنج مشغول صحبت بودند. آیا شما به طور واضح حرفای اونها رو شنیدین؟ به طور واضح خیر. پس منظورتون اینه که شما صرفاً زمزمه هایی رو شنیدین، درسته؟ تقریبا. پس چی باعث شد که با قاطعیت تمام ادعا کنید که فرد گفتگو کننده با خانم فرنج آقای لئونارد وول بوده؟ چون که من صدای اونو خوب میشناسم آقا. ببینم در اون لحظه در بسته بود؟ بله بسته بود. بنابراین شما صرفاً زمزمه های مبهم از پشت در شنیدین و ادعا میکنید که یکی از این زمزمه ها متعلق به آقای لئونارد وول بوده. ولی به نظر من شما دارین اشتباه میکنید خانم. اعتراض دارم. شما دارید نظر شخصی خودتون رو به شاهد تحمیل میکنید. جایی برای اعتراض نیست آقای داستان، من دارم صرفاً نظر خودم رو بیان میکنم. ولی این کاریه که شما باید در دفاعیه نهایی خودتون انجام بدید، نه در موقعیت سوال از شاهد. عالی جناب. سلوین فرد، من فکر میکنم شما باید لحن خطابتون رو نسبت به شاهد عوض کنید. متشکرم. بسیار خوب علی جناب، لحنم رو عوض میکنم. دوشیز مکنزی بسیار عزیز، آیا تصور نمی کنید که ممکنه اشتباه کرده باشید؟ خیر آقا. پس شما ادعا میکنید که یکی از اون صداها صدای لئونارد وول بوده، همینطوره؟ بله، صدایی که من شنیدم صدای لئونارد وول بوده. بسیار خوب، تا اونجایی که من متوجه شدم شما گویا دوبار اون شب از جلوی در اتاق نشیمن رد شدید، یک بار برای رفتن به طبقه بالا و یک بار هم موقع برگشتن و خارج شدن از منزل. بله درسته. و بدون شک برای برداشتن الگوی جاکت بافتنی و برگشتن نزد دوستتون عجله داشتین، همینطوره؟ عجله در کار نبود، چون که من تمام شب و وقت داشتم.
دوشیزه مکنزی، من مطمئنم که شما نمیخواین برای هیئت منصفه بگین که اون شب داشتید استراق سم میکردید. خیر، من همچین کاری نمیکردم. بسیار خوب، حالا بگید ببینم، آیا شما بیمه هستید؟ بله، و هر هفته از این بابت 4 پوند و 6 پنس پرداخت میکنم. راستی خانم مکنزی، آیا این درسته که شما اخیراً از بیمه تقاضای 1 دستگاه کمک شنوایی کردین؟ یا چیزی مثل سمعک؟ بله، 6 ماه پیش اونو سفارش دادم ولی هنوز دریافت نکردم. پس شنوایی شما زیاد خوب نیست، درسته؟ چه من میگم، شما احتمالاً نمیتونستی صدایی رو که از پشت در بسته میاد تشخیص بدی؟ چرا اصرار میکنید که میتونستید؟ خب؟ من صحبت های زیرلبی رو متوجه نمیشم آقا، پس لطفاً بلندتر صحبت کنید. از پایین حساب؟ شما حرف های من رو نشنیدین، اون هم در فضای این دادگاه و اون هم در چند قدمی خودتون. با این همه اصرار میکنید که 2 نفر پشت در بسته با صدای آهسته و زمزمه واری مشغول صحبت بودن و شما دقیقاً صدای لئونارد مور رو در حالی که با عجله از کنار در رد شدیم تشخیص دادیم. صدای خودش بود آقا، من مطمئنم. دوشیزه مکنزی، در حالی که بنا به گفته خودتون دچار مشکل شنوایی هستین، به چه دلیلی میخواین به هیئت منصفه بقبولانین صدای آهسته و زمزمه گونه ای رو که از پشت در بسته شنیدین متعلق به لئونارد مور بوده؟ خب آخه صدای چه کسی دیگه میتونست باشه؟ میگه غیر از لئونارد مور کسی دیگه هم به اون خونه رفت و آمد داشت. خوبه، ظاهرن شما برای پاسخ دادن به این سوال ساده ترین راه رو انتخاب کردین. چه کسی معمولا به دیدار خانم پرنس میاد؟ معلومه لئونارد مور، پس حتما کار خودشه. واقعا که استدلال جالبیه خانم مکنزی. حالا بگید ببینم، بگید ببینم، خانم فرنج بعد از ظهر همیشه تنها بود؟ معمولا از کتابخونه کتاب میگرفت میخوند. رادیو چی؟ به رادیو هم گوش میداد؟ بله، گاهی هم به رادیو گوش میداد. از چه برنامه‌ای بیشتر خوششون میومد؟ اونم مثل من از داستانهای شب و نمایشنامه‌های رادیو بیشتر خوشش میومد. دوشیزه مکنزی، آیا این احتمال وجود نداره که اون شب وقتی به خونه وارد شدید و از جلوی در رد شدین، اون چه که واقعا شنیدین نگفتگوی خانم فرنج با آقای بول، بلکه گفتگوی مرد و زنی بوده که از رادیو پخش میشد؟ اون شب جنایت و مکافات داستایفسکی از رادیو پخش میشد و نکنه ایشون ماجرای راسکولنیکوف مجنون و پیرزن رباخاری رو که به وسیله او به قتل رسید با ماجرای ارتباط خانم امیلی فرنج و آقای بول اشتباه گرفته باشن؟ این غیر ممکنه آقا. چرا غیر ممکن؟ به خاطر اینکه در اون هفته رادیوی ما خراب شده بود و اونو برای تعمیر به رادیو سازی برده بودیم. رادیو سازی مندرس در خیابان دیزرائیلی، میتونید برید و بپرسید. بسیار خوب خانم مکنزی، بسیار خوب. حالا بگید ببینم، آیا زندانی اونقدر روی خانم فرنج نفوذ داشت که ازش بخواد تا شما رو اخراج کنه؟ بعد از اون همه سال محال بود خانم دست به همچین کاری بزن. اما به گمانم گفتید که خانم فرنج آدمی تأثیرپذیر و دمدمی مزاج بودند، پس قطعاً نمیشه فهمی که چون این افرادی در آینده چه تصمیمی میگیرن. خب شاید اگر متهم نفوذ بیشتری روی اون پیدا میکرد اون وقت خانم ولی این غیر ممکن بود. خانم مکنزی، آیا شما نسبت به زندانی احساس کینه نمیکردین؟ خیر. یعنی نسبت به کسی که ورودش به زندگی خانم فرنج باعث شد تا وصیت‌نامه‌ای که به نفع شما تنظیم شده بود به نفع او تغییر پیدا بکنه؟ این اتفاق بالاخره میافتاد آقا. حقیقتش رو بخوای وقتی خانم فرنج به من گفت که وصیت‌نامه‌ای به نفع من تنظیم کرده، حرفش رو چندان جدی نگرفتم.
موقعی هم که به من اطلاع داد که وصیت‌نامه رو به نفع آقای ول تغییر داده، بازم حرفش رو جدی نگرفتم، چون که کافی بود یه مدت بگذره تا در خصوص اون وصیت‌نامه‌ام تجدید نظر بکنه. بنابراین دلیلی نداشت که کینه ای از متهم به دل بگیره. اما من فکر میکنم که شما احساس میکردید زندانی تهدیدی جدی برای زندگی آرام و بی دغدغه شما به حساب میاد. خیر آقا. و به همین خاطر چندان هم از زندانی خوشتون نمیاد. اصلا اینطور نیست. عالی جناب، من دیگه سوالی ندارم. آقای بارتون، در اینجا لازم میدونم برای رفع هر گونه ابهام نظر دادگاه، اعضای محترم هیئت منصفه و وکیل مدافع متهم رو به این نکته جلب کنم. بر طبق شهادت صریح خانم و آقای میبل که در گزارش پلیس هم ثبت شده، دوشیزه جانت مکنزی در روز 14 اکتبر از ساعت 7:30 به منزل اونها رفته و در ساعت 11:20 پس از صرف شام اونجا رو ترک کرد. اونها همچنین شهادت دادند که دوشیزه مکنزی در ساعت 9:20 برای آوردن الگوی بافتنی از منزل خارج شده و 10 بعد در ساعت 9:30 مجدداً به اونجا برگشته. خب دوشیزه مکنزی، آیا فکر میکنید متهم اونقدر نفوذ روی خانم فرنش داشت که بتونه ایشونو ترغیب به اخراج شما کنه؟ فکر میکنم رابطه من و خانم فرنچ محکمتر از اون بود که آقای ول بتونه چنین کاری بکنه. یک سوال دیگه، شما گفتید که از پشت در بسته صدای متهم لئونارد ول رو تشخیص دادید. ممکنه برای هیئت منصفه توضیح بدید که چطور و چگونه این صدا رو تشخیص دادید؟ آدم میتونه صدای کسی رو که بارها شنیده به راحتی تشخیص بده. این یک امر طبیعی. بله، یک امر طبیعی. متشکرم دوشیزه مکنزی، شما میتونید تشریف ببرید. اجازه شما آقای توماس کلگ معاون آزمایشگاه بخش جنایی نو اسکاتلند یارد رو به جایگاه شهود دعوت می‌کنم. آقای توماس کلگ. آقای توماس کلگ. جلوی پاتون رو نگاه کنید آقا. معذرت می‌خوام. ببخشید. راست لطفا سوگند میخورم شهادتی که میدهم حقیقت باشد، حقیقت محض و چیزی جز حقیقت نباشد. شما آقای توماس کلیک هستید؟ بله آقا. معاون آزمایشگاه بخش جنایی اسکاتلند یارد؟ بله همینطوره. آقای کلیک، آیا اون جاکت روی میز رو قبلا دیدید؟
بله، بازرستر جکت رو به من دادن تا مورد آزمایش قرار بدن. ممکنه نتیجه آزمایش رو برای اعضای هیئت منصفه بیان کنید؟ البته. در آزمایش مربوطه معلوم شد که آستین‌های جاکت شسته شده بودن. با اینکه به خوبی شسته شده بودن، ولی ما پس از انجام چند آزمایش متوجه شدیم که روی سر آستین‌ها آثاری از خون وجود داره. خون؟ بله آقا، خون. آقای کلیک، ممکنه بگید آزمایش انجام شده مبین کدام گروه خونی بود؟ گروه خونی آی منفی. ببخشید، معذرت میخوام. گروه خونی آی مثبت. آی مثبت. بله. آیا نمونه خونی دیگه هم برای آزمایش تشخیص به شما داده شد؟ بله، نمونه خونی خانم امیلی فرنج که اون هم مبین گروه خونی آی مثبت. آی مثبت. بله. متشکرم آقای کلیک. عالی جناب، من فعلا سوالی ندارم. سرین فرد؟ شما گفتید که روی هر دو سراستین آثار خون بوده، درسته؟ بله، همینطوره. اما من فکر میکنم که فقط روی یکی از دو سراستین آثار خون وجود داشته، همینطوره؟ یکی؟ بله، حق با شما. فقط روی آستین سمت چپ. فقط آستین چپ ژاکت شسته شده بود؟ بله، همینطوره. شما اطلاع دارید که موکل من به پلیس اظهار کرده که مچ دستشو بریده و علت وجود خون روی سراستین ژاکت ناشی از همون بریدگی بوده؟ بله، اطلاع دارم. بسیار خوب. من اینجا گواهی پزشکی دارم که نشون میده موکل من آقای لئونارد وول چندی پیش به یکی از بیمارستان‌های جنوب شهر لندن خون اهدا کرده، آقای کلیک. و بر طبق این گواهی گروه خونی ایشون آی مثبته. این همون گروه خونی مورد بحث نیست؟ بله، همینطوره. بنابراین این احتمال قوی وجود داره که خون روی سراستین ناشی از بریدگی مچ دست متهم باشه. البته این امکان وجود داره. من سوال دیگه ای ندارم. آلی جان، آقای کلیک، آیا گروه خونی اوی مثبت گروه خونی رایجیه؟ بله، حداقل 42% از مردم دارای این گروه خونی هستند. متشکرم آقای کلیک. میتونید از جایگاه شهود خارج شید آقای کلیک. اجازه ریاست محترم دادگاه، لطفاً خانم رومن هیلگر را به جایگاه شهود دعوت کنید. خانم رومن هیلگر. خانم رومن هیلگر.
من سکوت رو رعایت کنید. من سوگند میخورم شهادتی که میدهم حقیقت باشد، حقیقت محض و چیزی جز حقیقت نباشد. خانم رومن هیلگر هستید؟ بله. شما همسر متهم لئونارد وول هستید؟ بله. شما همسر قانونی متهم هستید؟ خب ما در برلین به نوعی مراسم ازدواج رو به جا آوردیم، اما همسر سابقم هنوز زنده است. بنابراین ازدواج من و لئونارد قانونی و معتبر نیست. همینطوره؟ حال این جناب اعتراض دارم. من مدرک معتبر و غیر قابل تکذیبی دال بر ازدواج قانونی شاهد و زندانی دارم و هیچ مدرکی مبنی بر ازدواج قبلی این خانم در دست نیست. عالی جناب، اگر آقای وکیل مدافع اندکی صبر و تأمل داشته باشند، مدارک معتبری در این زمینه تحویل دادگاه خواهد شد. آقای بارتون، متشکرم. خانم هیلگر، آیا این سند گواهی ازدواج شما با شخصی به نام اوتو گرسیلگر در 18 آوریل 1948 در لایپزیگ هست یا نه؟ بله خودشه. متشکرم. آقای میر، منم مایلم اون سند رو ببینم. خواهش میکنم. سلیفت، من فکر میکنم که این شاهد صلاحیت شهادت دادن در این مورد رو داشته باشه، اما اون سند فقط یک وسیله برای رومن. این کار تو یعنی چی؟ آقای بول، لطفاً نظم دادگاه رو رعایت کنید. آقای دادستان، متشکرم. خانم ایلگر، آیا مایلی دلیه مردی که شما او رو همسر خودتون خطاب میکردید شهادت بدین؟ بله مایلم. رومن چی کار داری میکنی؟ لطفاً سکوت رو رعایت کنید آقای وول. آقای وکیل مدافع، خواهش میکنم برای موکلتون توضیح بدید که وقتی نوبتش رسید هر قدر خاص میتونه در دفاع از خودش صحبت کنه. آقای دادستان. عالی جناب، متشکرم. خانم رومن هیلگر، لطفاً برای اعضای هیئت منصفه بیان بفرمایید که در شب 14 اکتبر چه اتفاقی افتاد؟ اون شب من تمام وقت تو خونه بودم. و لئونارد؟ لئونارد ساعت 7:30 از خونه بیرون رفت. و چه ساعتی به خونه برگشت؟ خانم هیلگر، از شما پرسیدم لئونارد چه ساعتی به خونه برگشت؟ ساعت 10:10. مامان درست نیست. من حدود 9:05 به خونه رسیدم. کی وادارت کرده این دروغ رو بگیرم؟ من نمیفهمم. پس متهم به شما گفت که ساعت 10:10 به خونه برگشته. او چه حالی داشت؟
اون به تندی نفس نفس میزد و خیلی هیجان زده بود. ژاکتشو در آورد و آستیناشو وارسی کرد و به من گفت فوراً اونا رو بشورم. چرا؟ چون اونا خونی بودن. آیا او درباره خون روی سر آستین‌ها به شما حرفیم زد؟ بله، گفت لعنتی ها خونی شدن. و شما چه گفتید؟ پرسیدم قضیه چیه لئونارد؟ و او چی گفت؟ گفت بالاخره کشتمش. اون داره دروغ میگه. آقای وول، برای چندمین بار به شما اخطار میکنم که خودتون رو کنترل کنید و الا مجبور میشم دستور بدم که شما رو از دادگاه ببرن بیرون. باشه آقای قاضی، من خفه خون میگیرم، اما بهتون بگم یک کلمه از حرفای این زن حقیقت نداره. بسیار خوب. خانم هیلگر، آیا شما دقیقا میدونین که چی دارین میگین؟ خب من موظفم که حقیقت رو بگم، اینطور نیست؟ بله البته. آقای دادستان بفرمایید. متشکرم. پس متهم به شما گفت بالاخره کشتمش. آیا میدونید منظورش کشتن چه کسی بود؟ بله، همون پیرزنی که اغلب به دیدنش میرفت. بعد چی شد؟ بعد گفت اگر احتمالاً پلیس به منزل ما اومد و چیزی از من پرسید، حتما بگم که اون ساعت 9:30 شب تو خونه و پیش من بوده. من بهش گفتم پلیس میدونه که تو اونو کشتی و اون گفت نه. پلیس فکر میکنه اون توسط سارقی که قصد سرقت از منزل رو داشته به قتل رسیده. و اضافه کرد با این حال تو فراموش نکن حتما به پلیس بگی من ساعت 9:30 شب تو خونه بودم. آیا پلیس بعداً در این مورد از شما بازجویی کرد؟ بله. آیا اونها از شما پرسیدن که آقای لئونارد وول ساعت 9:30 خونه بوده یا خیر؟ بله. و شما چه جوابی دادید؟ خب من اون موقع همون حرفی رو زدم که لئونارد خواسته بود. اما خانم هیلگر، شما امروز و در این دادگاه حرف خودتون رو تغییر دادید. چرا؟ برای این که پای یک قد در میون بود. بابا جان من به اجازه نمیداد برای نجات همسرم دروغ بگم. البته من از سپاسگزارم که با من ازدواج کرد و من از اون جهنم نجات داد، ولی این دلیل نمیشه که حقیقت رو کتمان کنم. خانم هیلگر، آیا شما لئونارد وول رو واقعا دوست داشتید؟ خدای من، چی میشتم؟ من هرگز اونو دوست نداشتم. خانم هیلگر، بنابر آنچه که ما از شما در این دادگاه شنیدیم، آقای لئونارد وول از شما خواست که دروغ بگید تا برای فرار از اتهام قتل توجیهی برای خودش دست و پا کنه. شما ابتدا موافقت کردید، اما بعدن حس کردید که دارید کار اشتباهی میکنید. بله همینطوره. چرا فکر کردید که دارید کار اشتباهی میکنید؟ گفتم که پای یک قد در میون بود، نمیتونستم وارد جایگاه شهود بشم و به دروغ ادعا کنم در تمام مدتی که اون در حال کشتن انسانی بوده پیش من به سر میبرده. نمیتونستم این کارو بکنم، واقعا نمیتونستم. و بنابراین شما چه کردید؟ من کشور شما رو درست نمیشناسم، از پلیس هم میترسم. این بود که نامه‌ای به سفیر کشور خودم در اینجا نوشتم و همه چیز رو براش تعریف کردم. بهش گفتم دیگه نمیخوام دروغ بگم. متشکرم. آلی جناب، من فعلا سوالی ندارم. Fred.
وقتی متهم با شما ازدواج کرد آیا میدونست که شما هنوز در قید ازدواج با همسر اولتون هستین؟ خیر. آیا او همسر با وفایی برای شما نبود؟ چرا بود؟ و شما همیشه از این بابت از او سپاسگزار بودید؟ بله، من همیشه از اون سپاسگزار بودم. بله، شما سپاسگزاری خودتونو با اومدن به اینجا و شهادت علیه او کاملا به اثبات رسوندین. من باید حقیقتو میگفتم. ولی آیا براستی دارید حقیقتو میگید؟ بله. اما من به شما میگم که در شب 14 اکتبر لئونارد بول در ساعت 9:30، یعنی درست در همون زمانی که قتل رخ داد، در منزل و پیش شما بوده. من به شما میگم جزارات شما همگی جعلیه و فقط به خاطر کینه‌ای که از متهم دارید اونها رو عنوان کردید. اصلا اینطور نیست. من به شما اختار میکنم که اگر ملاحظه متهم رو نمی کنید، لااقل حساب کار خودتون رو داشته باشید. آیا شما میدونید که مجازات شهادت دروغ چقدر سنگینه؟ اعتراض دارم. واقعا نمیدونم این جملات نمایشی برای یت منصف سودی داره یا نه، اما با احترام عرض میکنم این شاهد چیزی جز حقیقت بر زبان نیاورد. بنابراین بهتر آقای وکیل مدافع از تهدید شاهد دست بردارند. اعتراض وارده سلفرد. بسیار خوب، سوالم رو عوض میکنم. خانم هیلگر، شما گفتین که روی هر دو سراستین آثار خون وجود داشت. بله. روی هر دو سراستین؟ این همون چیزی بود که لئونارد به من گفت. خیر خانم هیلگر، شما گفتین او به من گفت آستین ها رو بشورم چون که اونها خونی هست. بله، یادداشت من هم همین رو نشون میده. متشکرم آقای جناب. بله خانم هیلگر، شما گفتین که هر دو سراستین رو شستین. آقای جناب، آقای وکیل مدافع حتی از توضیح روشنگرانه شما به نفع استدلال غلط خودشون استفاده می کنند. شاهد اصلا عنوان نکرد که هر دو سراستین ها رو شسته یا یکی از اونها رو. او فقط به طور کلی عنوان کرد که متهم از او خواسته سراستین های ژاکت رو بشوره. بسیار خوب خانم هیلگر، آیا شما آستین های خونی شستین؟ حالا یادم اومد، فقط یکی از سراستین ها رو شستم. خوبه، شاید حافظه شما درباره قسمت های دیگه داستانتونم به همین اندازه خالی از دقت و غیر قابل اعتماد باشه. بسیار خوب، فکر میکنم داستان اولی که شما برای پلیس نقل کردین از این قرار بود که لئونارد بول در حال خور کردن گوشت مشتش بریده و آستینش خونی شده، درسته؟ لئونارد گفته بود اینطور بگم، ولی حقیقت نداره. پس شما اعتراف میکنید که داستان اولتون برای پلیس کاملا دروغ بوده خانم هیلگر. به نظر میرسه که دروغگوی ماهری باشید خانم. من اون موقع فقط حرفایی رو میزدم که لئونارد خواسته بود. مسئله اینه که شما یا اون زمان دروغ میگفتید و یا حالا دارین دروغ میگید خانم. اما سوال اصلی اینه که اگر واقعا قتل زنی شما رو اینقدر هراسان و معذب کرده، پس چرا در همون بد و امر که پلیس از شما بازجویی میکرد راستش رو نگفتین؟ من از لئونارد میترسیدم. شما از لئونارد بول میترسیدین؟ که قلبش رو شکستین؟ از مردی که به ادعای خودتون همواره همسری وفادار برای شما بوده؟ من فکر میکنم که اعضای محترم هیئت منصفه بهتر بتونن تشخیص بدن که کدام یک از شما راست میگی. عالی جناب، من دیگه سوالی ندارم. خانم هیلگر، یک بار دیگه از شما سوال میکنم، آیا شهادتی که دادید حقیقت بود؟ حقیقت محض و
چیزی جز حقیقت نبود؟ بله. عالی جناب، تصور میکنم دیگه دلیلی برای ادامه دادرسی وجود نداره. متشکرم. خانم هیلگر، میتونید جایگاه شهود رو ترک کنید. سر ویلفرد، عالی جناب، اعضای محترم هیئت منصفه، قبل از اون که متهم لئونارد ور رو به جایگاه شهود دعوت کنم، باید این نکته رو به عرض برسونم که شما به هر حال به اظهارات پلیس و متخصصان مرتبط با این پرونده با دقت گوش دادید. اون همون سفانه بدون جانبداری و به اقتضای وظیفه شغلی و اخلاقیشون در اینجا شهادت دادن و من نسبت به بی‌طرفی اونها هیچ شک و شبهه‌ای ندارم. اما شما به اظهارات جانت مکنزی و همسر متهم رومن هیلگر هم گوش دادین. آیا باورتون میشه که شهادت این دو نفر خالی از هر گونه شائبه و غرضی باشه؟ جانت مکنزی کسیه که به خاطر ورود این جوان بیچاره به زندگی خانم فرنچ و به دلیل علاقه روزافزون و محبت مادرانه ایشون نسبت به این جوان، جایگاه قبلی خودش رو پیش خانم فرنچ از دست داده و نامش از وصیت‌نامه اون مرحومه حذف شده. لذا به دلیل کینه و نفرتی که از متهم به دل گرفته، شهادتش چندان نمیتونه معتبر باشه. اما رومن هیلگر، کسی که زمانی با مکر و حیله تمام لئوناردو به دام ازدواج انداخته، ازدواج قبلی خودش از او پنهان داشته، به یاری او از آزار و اذیت سیاسی در کشور خودش نجات پیدا کرده و به این کشور اومده، حالا در کمال تعجب، بله در کمال تعجب، میگه که هیچ علاقه‌ای به اون نداره و علارغم شهادت قبلی خودش ادعا میکنه که شوهرش گناهکاره. من از شما اعضای محترم هیئت منصفه انتظار دارم که شهادت چنین زنی را به دیده شک و تردید مورد قضاوت قرار بدید. حالا با اجازه عالی جناب و اعضای محترم هیئت منصفه، متهم لئونارد ور رو به جایگاه شهود دعوت میکنم.
من سوگند میخورم شهادتی که میدهم این حقیقت باشد، حقیقت محض و چیزی جز حقیقت نباشد. خب آقای وول، ما از ماجرای دوستی شما و خانم فرنج خیلی شنیدیم. حالا برای دادگاه تعریف کنید که چند وقت یک بار به ملاقات اون مرغوبه می رفتید. خب گاه گاهی. چرا؟ اون بیش از اندازه به من محبت می کرد و من هم بهش علاقمند بودم. اون شبیه عمه من بود. یعنی همون خانومی که شما رو بزرگ کرد؟ بله، زن مهربانی بود و خانم فرنش منو به یاد اون میانداخت. بسیار خوب آقای وول، حالا لطفاً برای اعضای هیئت منصفه تعریف کنید که شب 14 اکتبر چه اتفاقی افتاد. اون روز به فکر طراحی یک قطعه برای موتور اتومبیل افتاده بودم. فکر کردم اونم ممکنه از این طرح خوشش بیاد و شاید بخواد که در این زمینه سرمایه گذاری کنه. به علاوه یه بروس مخصوص گربه که چیز جدیدیه و تازه به بازار اومده برای گربه هاش خریده بودم. بنابراین حدود 6 عصر به منزلش تلفن زدم و بهش گفتم که به دیدنش میرم. چه کسی گوشی تلفن رو برداشت؟ خود خانم فرنش این کار کرد. بهش گفتم به دیدنش میرم، اونم خوشحال شد. چه ساعتی به اونجا رسیدیم؟ حدود 8 اون از بروسی که برای گربه‌هاش خریده بودم خیلی خوشش اومد. بعد هم نشستیم و در ضمن خوردن یه فنجون قهوه راجب قطعه‌ای که طراحی کرده بودم حرف زدیم. آیا نظر خانم فرنش هم در این باره مساعد بود؟ بله، اون از طرح من استقبال کرد، به قدری که قرار شد فردای اون روز با وکیلش در این زمینه مشورت کنه. بعد هم کمی صحبت کردیم و بعد از نیم ساعت راه افتادم رفتم طرف خونه. به خاطر داریم که دقیقاً چه ساعتی منزل ایشون رو ترک کردیم؟ چند دقیقه پیش از 9 پیاده هم راه افتادم. چقدر طول کشید تا به منزل رسیدیم؟ حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت. بنابراین شما حدود 9:25 به منزل رسیدیم، درسته؟ همینطوره. آیا همسرتونم در اون موقع خونه بود؟ بله البته که بود. فکر میکنم دیوانه شده که این حرفا. فعلا به حرفای اون اصلا فکر نکنین و فقط به سوالات من جواب بدین. بله. آیا وقتی که وارد شدین یک راست رفتین و آستین جاکتتون رو شستین؟ برای چی باید این کارو میکردم؟ پس کی و چه کسی جاکت شما رو شست؟ همسرم شست فردای اون روز. گفتم که مچ دستم رو بریده بودم و یکی از آستین‌ها خونی شده بود. ممکنه مچ دستتون رو به اعضای هیئت منصفه نشون بدین؟ بله، هنوز میتونید اثر زخم رو ببینید. متشکرم. آلی جناب. متشکرم آقای بول. آقای بول، اولین بار چه زمانی از مرگ خانم فرنج مطلع شدید؟ روز بعد از حادثه، تو روزنامه ها خوندم. در اون موقع چه احساسی داشتیم؟ متحیر شدم و غمگین. اصلا باور نمی کردم یه همچین اتفاقی افتاده. روزنامه ها نوشته بودم پلیس دنبالم می گرده تا با هم حرف بزنه. خب منم بلافاصله به اداره پلیس رفتم تا ببینم چه کاری از دستم برمیاد.
وقتی که داوطلبانه به اداره پلیس رفتین آیا دستپاچه و عصبی بودین؟ البته عصبی بودم. میدونید دلم میخواست ترتر شده کمکی به کشف قضیه میکردن. آیه بول، شما تا اون زمان پولی از خانم فرنج دریافت کرده بودین؟ نه خیر آقا. آیا خبر داشتین که خانم فرنج وصیت‌نامه‌ای به نفع شما تنظیم کرده؟ خیر، من از این موضوع هیچ اطلاعی نداشتم. فقط یک بار به من گفت به وکیلش تلفن زده تا وصیت‌نامه جدیدی بنویسه. هیچ وقت به شما نگفته بود که در وصیت‌نامه جدیدش چیزی رو هم برای شما به ارث گذاشته؟ نه خیر آقا. شما شهادت همسرتون و یا زنی رو که تا به حال به عنوان همسرتون تلقی می کردین در دادگاه شنیدین، درسته؟ بله آقا شنید، اما نمیتونم باور کنم که رومن هنوز هم به... میفهمم که خیلی ناراحت هستین آقای بول، اما از شما میخوام که احساسات رو کنار بذارین و خیلی صاف و ساده به سوالات من جواب بدین. آیا شهادت ایشون راست بود یا دروغ؟ دروغ بود، البته که دروغ بود. آقای بول، شما در ساعت 9:30 اون شب به منزل رسیدین و با همسرتون شام خوردین، درسته؟ همینطور. آیا دوباره بیرون رفتین؟ نه خیر. آقای بول، آیا شما چپ دست هستین یا راست دست؟ راست دست. یک سال دیگه آقای بول، آیا شما امیلی فرنج رو کشتین؟ خیر آقا، من نکشتم. آری جناب، من سال دیگه ای ندارم. آقای دادستان؟ بله آری جناب. آقای باتون؟ آقای بول، آیا تا به حال از کسی پول قرض کردید؟ بخیر. اولین بار چه هنگامی متوجه شدید که خانم فرنج زن ثروتمندیه؟ وقتی همون دفعه اول با همسرم به منزلش رفتیم. لابد بعد از وقوفه به این امر بود که تصمیم گرفتید دوستیتونو با اون پیرزن مستحکم تر کنید، ها؟ درسته. شاید ظاهر امر همینطور باشه که شما میگین، اما واقعیتش اینه که من... اگر آهی در بساط نداشت، آیا باز هم مایل بودید که رابطتونو با ایشون ادامه بدید؟ البته آقا. آقای وال، اینطور که تحقیقات نشون میده از زندگی شما تعریفی نداره. خب من بیپولم، شما منو میدونید که چی؟ شما در جایگاه شهود قرار گرفتید آقای بول، بنابراین شما باید به سوالات من جواب بدید نه من به سوالات شما. اما شما در... آقای بول، سوال بعدی لطفا. حقوق ماهیانه شما چقدر آقای بول؟ من بیکارم، یعنی مدتیه که بیکارم. گویا از کارخونه‌ای که در اون کار میکردید اخراج شدید. همینطوره. به چه دلیلی اخراج شدید؟ اینو میتونید از اون 19 نفری که همراه من اخراج شدن بپرسید. آقای بول، حالا فرصتی است که شما میتونید در دفاع از خودتون هر قدر میخواید صحبت کنید، ولی به شما تذکر میدم که لطفاً به طور صریح و بدون کنایه و ابهام به سوالها جواب بدید. در غیر این صورت فقط وضعیت خودتون رو مشکل تر میکنید. مشکل تر؟ بله مشکل تر. یعنی وضعیت من از اینی که هست ممکنه مشکل تر هم بشه؟ زن من حق داره از دست من ناراضی بشه آقای قاضی. من اون از یه جهنم نجاتش دادم، آوردمش به یه جهنم دره دیگه.
اونم کشوری که ادعا میکنه متمدن ترین کشور جهانه. اما سهم من و همسرم از این تمدن آقا چیزی نیست جز اخراج از کارخانه به دلیل تقاضای اندکی اضافه دستمزد، فقر و گرسنگی به دلیل بیکاری ممتد و حالا هم اتهام قتل یک پیرزن.